ولی این منشور سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، خشت بخت و نصر را ساییده و برخواد. باز اصلاف همان خونی از آن ریشه ای آزدار نام پاک باز تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون جهانی ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز پنجشنبه سوم شهریور و 25 آگست 2011 میلادی، ساعت 9 صبح به وقت 8 صبح به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا. این 9 صبح از دهان ما نمیافته، آلزایمر گرفتیم دیگه. 8 صبح به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 11 به وقت شرق، 4 بعد از ظهر به وقت لندن، 5 به وقت اروپا، 1 به وقت 1 شب نیمه شب به وقت استرالیا و 7 و نیمه شب هست به وقت ایران عزیزمون. سر تا سر ایران، یک ایران سپاس دارم از همه شما هموطنانی که در سر تا سر جهان نظارگر و بیننده این داستان هستید و این راه رو دنبال میکنید برای رسیدن به خواسته ها. از اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم، از یارانی که در این رسانه سعی و کوشش و تلاش میکنن تا ما بتونیم ارتباط رو با شما برقرار کنیم بسیار سپاسگزارم، از مدیریت بسیار سپاسگزارم و در نهایت از انرژی مثبتی که شماها میدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امروز در ادامه برنامه خط ها رو هم باز خواهم کرد و ازتون درخواست میکنم که اگر تماسی هست از ایران باشه. من سال هاست دارم به صحبت های هموطنانم خارج از کشور گوش میدم و با اونها صحبت میکنم. بیشتر راغب هستم که هموطنان درون کشور تماس بگیرن، اگر صحبتی سخنی چیزی هست با ما در میون بگذارن. اما حدود یک ساعتی با شما صحبت میکنم، براتون فیلم هایی رو هم در نظر گرفتم تا بدونید چگونه است این داستان سرقت نفت و گاز ما به دست چه کشورهایی و چرا این چنین وضعیتی درون کشور هست و این گره باز نمیشه. گره زمانی باز خواهد شد که جامعه ایرانی اول متوجه بشه برای چی، چه اتفاقی افتاده، امروز کجا قرار گرفته و بعد از آگاهی میخواد به کجا بره. مسائل زیاد هستش، مشکلات زیاد هستش، یک به یک میتونیم بهش اشاره بکنیم. اما اگر شما کمی التفاتی بکنید، التفاتی داشته باشید به این داستان و با جان و دل بشنوید. من هم یک ایرانی هستم، اون کشور همونقدر متعلق به شماست که درون کشور هستید که متعلق به من هست. متاسفانه تاریخ رو تحریف کردن، گفتن کسانی که در خارج دارن زندگی میکنن عشق و دلی به ایران ندارن، در صورتی که باور داشته باشید این گونه نیست. ما یک پارچه ایرانیم و برای رسیدن به آزادی از هیچ راهی دریغ نکردیم. من به شخص خودم وظیفه خودم میدونستم و این کار رو انجام دادم برای آگاه کردن جامعه که جامعه کجا قرار گرفته، چه بلایی سر ما اومد، امروز کجا قرار گرفتیم و اگر امروز بتونیم تصمیم درست رو بگیریم مطمئن باشید که به نتیجه نچندان در راه‌های دور نچندان دور خواهیم رسید، به نتیجه درست. من داشتم با جناب آقای وطن‌خواه دیرو صحبت میکردم در رابطه با بینندگانی که از طریق جی ال ویز دارن این رسانه رو نگاه میکنن، رسیده به 260 و حدوداً 7000 نفر که کلیک کردن اومدن روی تلویزیون ایران آریایی در عرض فقط یک ماه. گذشته از اینکه چه مقدار و چه میزان هموطنانمون در سر تا سر جهان به این رسانه نگاه میکنن و اوریجی هم که تایمینگی رو هم که دادن تایمینگ درستی بوده، نسبتاً اومدن برنامه ها رو نگاه کردن، ساعت‌های متفاوت بوده، اما کماکان ما مشکلات مالیمون حل نشده. این مشکلات مالی بر دوش شما مردم هست که باید انجامش بدید، نه هموطنان من درون کشور. مسئولیت دیگری به عهده هموطنان من درون کشور هست که به پا بخیزند و در یک حرکت جمعی، یک حرکت بزرگ درون کشور
که در رابطه با اول مهر هم با شما صحبت خواهم کرد. من در هفته آینده یا 10 روز آینده 10-12 روز آینده که هم خودم وقت کافی داشته باشم، هم تیمسار روحانی، از ایشون دعوت خواهم کرد و در رابطه با مسائلی صحبت خواهم کرد. تجربیات خودم رو با شما بیشتر در میون میگذارم به همراه تجربیات تیمسار و راهی که میتونید انجامش بدید، کاری که میتونید انجام بدید. دیگه همه چی دست خودتونه. من نمیتونم بیام التماس بکنم ازتون که تو رو به خدا بلند شید. شما باید خودتون زندگی خودتون رو در خطر ببینید. اتفاقی برای کسانی که در خارج از کشور نشستن نخواهد افتاد. مردم دارن زندگیاشون رو میکنن. تنها اتفاقی که میتونه بیفته اینه که یک مقداری دلشون به حال شما بسوزه. اما شما مردم هستید درون کشور که میوایه است برای ساختن خانه خود به پا بخیزید و راهاش هم راهای بسیار ساده است اما مستمر، با اقتدار، با قدرت رو پای خودتون بایستید، با دانش و آگاهی کشور رو پس بگیرید. همتون ایرانی هستید، هممون ایرانی هستیم. اون کشور متعلق به همه ماست. ولی غصبش کردن. از دست ما درش آوردن. با حضور رسانه‌هایی که از سال‌های پیش مردم رو تشویق کردن به خیابون‌ها بریزن، مردم خنجر به قلب خودشون فرو کردن، استقلال رو از دست دادن، آزادی‌های فردی اجتماعی هم از دست دادن، همه چیز رو از دست دادن و عده بسیارشون فکر کردن الان تو بهشتن، دارن با حوریای بهشتی بگو مگو میکنن یا خوش میگذرونن. خانوم هاشون هم حتما رفتن با قلمان ها، یا به قول بانوی توضیح میداد، میگفت این قلمان ها بازم داستانشون متفاوته، اصلا زن هیچ حضوری در بهشت نخواهد داشت و هیچ شهوترانی هم نخواهد کرد. حالا نمیدونیم داستان ها تا چه مقدار و چه میزان اسلامیش چگونه است، دیگه خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. ولی یک سوال هم حداقل باید از این اسلامیست‌ها پرسید، آقا تکلیف خانم های شما وقتی به بهشت میرن چیه؟ آیا همون لذتی رو میبرن که شماها دارید میبرید با 20 تا حوری و 100 تا حوری و لذت های شهوی و لذت های آشامیدنی و یا خوردن که خیلی این اسلامیست‌ها دوست دارن بشینن بخورن و شهوترانی بکنن و خوش بگذرونن؟ این چیزیست که اینجا دارن قولشو به مردم میدن، اما این ور خودشون دارن همین کارا رو میکنن. بهشتی برای خودشون این ور درست کردن با پول نفت ملت ایران در بانک‌های خارجی. مردم ایران هستش که دارن چشم بسته وارد دنیایی میشن که بهش یا میگن برزخ یا میگن بهشت یا میگن جهنم. هر روی یک بار به دنیا اومدن و از این دنیا میرن، اونم چی؟ به دست فرمایشات آخوندها. که شما در نظر بگیرید از هر 1,000,000 نفر یه دونه آخوندم تا الان کشته نشده در ایران. به مرگ طبیعی اکثرشون میمیرن، یا خودشون میزنن خودشونو میکشن به خاطر اینکه اون میگه من تو رو لو میدم، اون میگه من تو رو لو میدم. حالا داستان طولانیه، اما ازتون درخواست میکنم که به این رسانه یاری برسونید، به ما یاری برسونید. من تمام سعی کوششم رو کردم به عنوان یک ایرانی بتونم راهی رو برای رسیدن به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی، برای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی میهنیم انجام دادم. ولی هر کسی وظیفه ای داره که من فکر میکنم اگر شماها نمیتونید پشت میکروفون قرار بگیرید، از سالهای پیش خدمتتون عرض کردم، نماینده خودتون رو انتخاب بکنید، به اون نماینده یاری برسونید، کمک های مالی برسونید تا اون نماینده در بعد اقتصادی حداقل دیگه مشکلات مالی نداشته باشه. متاسفانه هیچ قسمت از ساختار مبارزاتی حتی اپوزیسیون در خارج از کشور هم درست نیست. این اپوزیسیون همه جاش لنگ میزنه، بزرگترین قسمتش هم مشکل مالیشه. البته بگذاریم از کسانی که تا به امروز با نام اپوزیسیون بودن، پولهای بسیار بسیار فراوانی از دولتها و دول مختلف گرفتن، اما ناسیونالیست ها و یا ایران پرستان و ایران باوران و باورمندان به تمدن ایران شهری تا به امروز یک پنی هم از کسی نگرفتن، بلکه هزینه کردن، چه جان چه مال رو. من باید برای شما امروز توضیح بدم که این از سال 2009 حدوداً چه اتفاقاتی برای ما افتاد. اما قبل از اینکه بخوام برم و به سال 2009 اشاره بکنم، براتون توضیح باید بدم که چرا این جامعه به پا میخیزه، احمدی نژاد یک دفعه وارد روسیه میشه و اصلا قبل از اون چه اتفاقاتی افتاده. ببینید عزیزان، در سال از سال 1996 دو کشور بزرگ جهان مثل
چین و روسیه آغازگر راهی شدند برای به دست آوردن بودجه کلان از طریق نفت و گاز درون منطقه خاورمیانه که کشورهای به اصطلاح مسلمانی یا میگم مسلمان خیزه چپ و راست ازش مسلمان میاد بیرون. حالا این مسلمانان چه طرز تفکری دارن به شعبه های متفاوت تقسیم میشه، اما منطقه خاورمیانه پر از ثروت انرژی هستش و جهان بدون این انرژی نمیتونه زندگی بکنه. اگر شرکت های نفتی در تمام کشورها یک چند روز یک هفته متوقف بشن، باور داشته باشید چرخ دنیا خواهد خوابید. تازه گذر از این معقوله که 1,400,000,000 نفری که در چین زندگی میکنن یا 1,000,000,000 که در هندوستان زندگی میکنن یا کشورهای این چنین که نزدیک به 2.5 میلیارد نفر روی کره، تقریبا میتونم بگم 1/3 کمی هم بیشتر از مردم جهان هنوز توسط همه وسایل نقلیه به صورت که از نفت و بنزین و یا گاز و ایل و اینجور چیزا استفاده میکنن استفاده نمیکنن. خیلی ها در چنین کشورهایی پیاده از مسیری به مسیر دیگه میرن، خیلی ها هنوز با گاو و گوسفند میرن، خیلی ها با دوچرخه این ور اون ور میرن و اون حالت مدرنیتهی که در اروپا یا در آمریکا، در کانادا و سایر کشورها هست رو ندارن. تازه با این وضعیتی که هست جهان یک روز بدون سوخت نمیتونه زندگیش رو بگذرونه. من یادم میاد زمانی که در تورنتو بودم حدود چند سال پیش، فکر میکنم 9 سال 10 سال پیش، اتفاق عجیب و غریبی افتاد. یک زمانی بلک اوت بهش میگن، برقا همه رفت، حتی متروها هم از کار افتاد و مردم در شهر ناگزیر شدن که پیاده از مسیری به مسیر دیگر برن. پیاده هیچ چیزی هم نبود دیگه سواشم، چون پمپ بنزین هم متوقف شدن، اصلا برقی نبود که بخواد این پمپا کار بکنه. هر کی هر چه مقدار بنزین در اتومبیلش داشت اون رو استفاده میکرد و اگر میتونست به مسیر برسه. چراغ های راهنمایی از کار افتاد و یک بلبشوی چیزی حدود 4-5 روز شهر تورنتو و قسمت شرقی که در آمریکا بود این اتفاق براش افتاد. زندگی بسیار سخت شد و مردم بسیارشون چند روز سر کار نرفتن. اگر این داستان ادامه پیدا میکرد کل اقتصاد اول تورنتو و بعد کانادا میخوابید، چون شهرهایی که پس از دیگری به هم متصل هستن. این داستان بر پایه انرژی در سرتاسر جهان کماکان ادامه داره. اگر چیزی حدود 60% از انرژی جهان، 65% در بعضی اوقات از این منطقه میاد بیرون، در بعضی اوقات میگن 40% و یا هر کدوم از این درصدها رو که استفاده بکنید، اگر این انرژی به صورت نفت و گاز از اون منطقه نیاد بیرون، جهان نمیتونه به زندگی عادی خودش ادامه بده، نه در اروپا، نه در آمریکا، نه در کانادا. همه چیز به هم میریزه، همه چیز، هر چیزی که فکرشو بکنید، یعنی حتی ثبات اجتماعی در جوامع بسیار دموکرات و آزاد، حتی مثل آمریکا هم به هم میریزه. شما باورتون نمیشه بعدن در همینجا یک حکومت نظامی میشه، مردم همدیگر تیکه پاره میکنن، در این مملکت اسلحه هم دارن. پس من فقط میخوام این رو به شما انتقال بدم که انرژی نقش اول رو در زندگی انسان امروز داره. چیزی حدود 6 میلیارد نفر روی کره زمین هستیم، همینجور داریم اضافه میشیم. اتفاقا صحبتش دیشب با یکی دو تا از دوستانم بود و وبسایتایی که معرفی میکردن و صحبت میکردن در رابطه با اینکه چند هزار نفر در روز در ساعت دارن به دنیا میان، چند صد هزار نفر دارن از بین میرن و مقدار و میزان آماری که اگر همین گونه افزایش پیدا بکنه به سمت جلو پیش بریم، ما در به فرض 10 سال آینده کجا قرار گرفتیم، 20 سال آینده چه چیزهایی رو میبینیم، 30 سال 40 سال و 50 سال آینده، یعنی میزان رشد افزایش جمعیت در سرتاسر جهان تکان دهنده است. چون هر چقدر که این انسان‌ها پیشرفت می‌کنن، سعی و کوشش و تلاش می‌کنن که در خودشون یه جوری نگه دارن تا در سنین بالاتر از دنیا برن. اگر اوریج زندگی افراد رو در سال‌های پیش مطالعه بکنید، می‌بینید که شاید اوریج سنی افراد یا میزان سنی که در
روی کره زمین به طور کلی زندگی میکردن بین 35 40 سال بوده، 45 سال بوده، کم کم شده 50 55 60 در کشورهای متفاوت فرق میکنه، بستگی به نوع تغذیه، نوع زندگی، آب و هوا و غیره داره. میزان و خساراتی که اثرات اجتماعی رو میتونه روتون وارد بیاره توسط سکته مغزی، قلبی و یا بسیار از مسائلی که انسان‌ها جان خودشون از دست میدن. اما این داستان در کشورهای غربی افزایش میزان ماندگاری انسان‌ها روی کره زمین، این ضربه بزرگی هم زده به قسمتی که آقا چگونه میشه این داستان رو هم کنترل کرد، که اون بحث جداگونه‌ای داره. اتفاقا دوستی هم تعریف میکردن، میگفتن میدونی در روز چه مقدار گاو و چه مقدار گوسفند و چه مقدار خوک و چه مقدار مرغ و چه مقدار خروس و اردک و اینا در هر ثانیه کشته میشه. آمارش رو هستش، آمار جهانی الان روی اینترنت هست و میتونی بهش دست پیدا بکنی که بری مخت سوت میکشه. و این روند اگه اینجوری ادامه پیدا بکنه، ما در 30-40-50 سال آینده کجا قرار گرفتیم؟ 50 سال آینده دنیا با چه جمعیتی، با چه معضلاتی روبرو هست؟ کشورهایی که پیشرفته هستن از هم امروز پیش بینی میکنند که 40 سال بعد میخوان کجا قرار بگیرن. از همین رو هستش که تمام کشورها قانون اساسی می نویسن برای خودشون، برای پیشرفت، پیشرفت برای کشور خودشون، حفظ منافع کشور خودشون و منابع کشور خودشون. براتون توضیح دادم در سال 2000 در سال 1973 در آمریکا در مجلسش ماده‌ای رو به تصویب رسوندن که آقا از امروز دیگه میبایست منابع آمریکا برای خودش حفظ بشه، یک مقدار میزان نفت داشته باشیم که در موضع یک بزنگاه تاریخی اگر نفت و یا انرژی به دستمون نرسید ما عقب نمونیم، ما اقتصادمون واژگون نشه. خب از اون سال شروع کردن. آمریکایی که در اواخر سالهای 60 دهه 60 خودش تولید کننده یکی از بزرگترین تولید کننده نفت بود، چگونه میشه که در اواسط سالهای 1975 76 73 خودش وارد کننده بزرگترین وارد کننده نفت در جهان میشه و همین وارد کردن و افزایش بی رویه مقدار قیمت نفت در اون زمان در سالهای 1972 73 تا 75 6 ضررهای بسیار فراوانی رو به اقتصاد آمریکا زد. از همین رو بودش که اینها نشستن یک نگاه اجمالی کردن به داستان و سعی کردن که اوپک رو خوردش بکنن و شاهنشاه ایران رو توطئه‌ای براش بچینن از ایران بره. خب بازم میگم، بازم دارم توضیح میدم، ما مشکلات رو نباید نادیده بگیریم، داشتیم، اما به این مقدار نبود که ایشون اینجوری از کشور خارج بشه، مردم برن دنبال خمینی، یه اجنبی و یه کسی که خیانت بزرگی به ملت ایران تا به امروز کرده و فقط به فکر خانواده خودش بوده و بعد اسلامی که حد و مرز نمیشناسد به ایران آورده و حتی افرادی که درون کشور یک اعتقاداتی داشتن، مادر پدرها یک اعتقاداتی داشتن، به فرض اون شیخ یا اون ملا یک احترامی داشت زمان پیشین زمان شاه، در کشور ما امروز همه اعتقادات رو از بین بردن، احترام رو از بین بردن، کسی اصلا دیگه محل به این آقایون نمیذاره. بچهای ایرانی اگه امروز ولشون کنن ببین چه بلایی سر این آخونده و بچه آخونده میارن، این مقدار ازشون تنفر پیدا کردن. من وقتی که تمام این داده ها رو میخوام کنار هم بگذارم و مسائل رو بررسی بکنم، میخوام یک چیزی رو به شما برسونم. بارها خدمتتون عرض کردم هر اعتقادی دارید، مذهبی، سیاسی، هر اعتقادی برای سازندگی کشور خودتون در آینده داری، برای خودتون محفوظ عین کشورهای پیشرفته عمل بکنید که اول به فکر منافع خودشونن. من همین الان براتون توضیح دادم هر کشوری در جهان قانون اساسی رو می‌نویسه که این قانون اساسی حاکم باشه بر اون کشور و نمایندگان بر اساس تخصص بیان برای مردم کار بکنن، نه بر اساس تعصب. تخصص اول باید قرار بگیره، حال ایمان داری تعصب داری اون برای خودش محفوظ. ولی کشورهای پیشرفته جهان تونستن از متخصصین استفاده کنن در همه رشته ها، از همین رو هستش تونستن از بقیه کشورها پیشی بگیرن و کشورهایی که اصلا کسی حسابشون نمی کرد، برزیل، آیا کسی 25-30 سال پیش فکر می کرد برزیل یکی از کشورهای پیشرفته و رو به صنعت باشه که امروز حرف دوم رو میزنه از لحاظ پیشرفت اقتصادی، توسعه اقتصادی؟ هندوستان باورتون میشد؟
با این مشکلات که مردم روی در و دیوار و زمین به دنیا میان و در فقر مطلق به زندگی میکنن، اما یکی از بهترین قوانین اساسی رو داره که به قولی طولانی ترین هم هست، ولی دست مردم رو باز گذاشته که به قول معروف عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش. اما اگر شعوری داری، آگاهی داری، دانش داری، در خدمت جامعت بگذار و این جامعه بتونه برابر نفوذ بیگانگان بیسته که همیشه دست داشتن به این منطقه. این منطقه خاورمیانه تا زمانی که نفت داره آرام نخواهد بود و روز به روز تمام کشورها به دلیل اینکه نمیتونن بدون نفت و گاز زندگی بکنن چشم دارن به این منطقه. پس باید چیکار کرد؟ پس باید از علم و دانش استفاده کرد، نه مورد احساسات قرار گرفت و بیان این چنین کشور ما رو داغون بکنن. 30 سال قراردادهای نفتی با کشورهای اروپایی به اتمام رسید و بعد از اون آغازگرش چین و روسیه شد که اینها از قبل میدونستن کی چگونه تحت چه عنوانی وارد ایران بشن. سال 2009 که اون مسائل هست، اما میخوام قبل از اون برم. دو کشور بزرگ در سالهای 1996 آغازگر این راه شدند تا بیان کشورهای متلاشی شده ای که در با نام شوروی سابق بود رو در کنار هم قرار بدن. اول چین آغازگرش بود و بعد روسیه به دنبال چین، چون این کشورها بازم دارم اعلام میکنم متوجه باشید خدا رو نمیپرستن، احترامی برای پیغمبر و حسن و حسین هم ندارن، اما بهترین دوستای جیجی باجی به قول معروف احمدی نژاد و خامنه ای و اسلامیست ها هستن، ارتجاع سرخ و سیاه هستن. به صورت مشخص جهان داره این رو لمسش دیگه میکنه، لمس که چی داره دیگه مزه مزهش هم کرده، داره هضمش میکنه. سال 2001 این کمپانی ها آغاز به کار کردند با نام SCO Shanghai Corporation Organization که یکی از بزرگترین دستاورداشون این هست، قرارداد دارن با هم که اگر کشورهایی که متحد میشن از لحاظ اقتصادی میبایست به هم نزدیک بشن، یعنی دست به دست هم بدن، همون اتفاقی که داشت میافتاد برای کشورهای متحد اسلامی، اتحاد کشورهای اسلامی بر پایه اسلام و باورهای مذهبی که بتونن در کنار هم قرار بگیرن و اسلام بشه یک کشور به دور از این که اون چهارچوبی که در کشورهای دیگه داشتن. این هم یک تز بود که خب هنوز پاورجا هم هست، اما نتونستن کماکان یک کشور بشن به دلیل اینکه خب در اسلام هم تضاد هست، سنی هست، شیعه هست و خود شیعه ها به چند دسته، خود سنی ها به چند دسته، چه در بخش جمهوری چه در بخش پادشاهیش، که اون داستان مفصل تری داره. اما شانگهای کوپریشن SCO شانگهای اورگانایزیشن کوپریشن، میخوام بهتون نشون بدم که این کشورها چگونه با هم متحد شدند و بعد با اتحادشون چگونه جامعه ایرانی به پا خواست. احمدی نژادی که باید در ایران میموند بلافاصله رفت و از SCO کمک خواست، از آقای مدودف. اصلا دوباره براتون بخش میکنم، شما خودتون نگاه بکنید متوجه خواهید شد که من چی میگم و مردم ایران باید متوجه این داستانها باشن که احیانا فرض بگیریم روز اول مهر جامعه ایرانی میاد بیرون و میلیون ها نفر در خیابون ها قرار میگیره. من میخوام صحنه رو براتون ترسیمش بکنم. میلیون ها نفر در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها قرار میگیرن، حکومت رو هم سرنگون میکنن. میدونید باید آماده چه چیزی باشید؟ باید آماده این باشید، آن چیزی رو که در اول گفتم، منافع کشورهای بیگانه این هست که حضور داشته باشن در منطقه و همچنین کشور بسیار بسیار مهمی با نام ایران که همه چیز از ایران آغاز به کار کرد. حتی اسلام بنیادگرا از سال 1979 به صورت قدرت دولتی و حکومتی در اومد و کار خودش رو آغاز کرد که بحران آفرید در منطقه و کشورها رو یک به یک به این گرداب کشون، یا باهاشون شروع کرد جنگ کردن یا باهاشون شروع کرد معامله کردن در قسمت‌های خارجی که همه پول‌ها هزینه بشه، این کشورها مشغول بشن و پول‌ها به جیب بانک‌های خارجی برسه. کل داستان اینه که شما سرگرم بکشید خودتون، هر غلطی می‌خواید بکنید بکنید، ولی پول هاتون رو در بانک های ما هزینه میکنید. خب فرض بگیرید مردمی جامعه ایرانی روز اول مهر میان بیرون سر ساعت 7، میلیون ها نفر در خیابان ها هستن، حکومت هم سرنگون میکنن. میدونید باید مراقب چی باشید؟ یکی از این روزها باید مراقب این باشید
که کشورهایی که چشم داشتن به ایران نمیتونن ببینن که یه ناسیونالیست و میهندوست ایرانی بتونن به راحتی کشور رو به دست خودشون بگیرن. مطمئن باشید که توطئه هایی علیه جامعه ایرانی انجام خواهد شد. یک دفعه میبینید یک سری ها وارد کشور میشن با اسلحه در مرزها، شلوغی به وجود میاد در مرزها، و یک به یک اینکه آقا ما این استان رو میخوایم جدا کنیم، حالا بریم به سمت روسیه، حالا بریم به سمت نمیدونم الاهواز، حالا بریم به سمت کردستان و غیره. منتظر همه این چیزا باشید که من فقط از قبل دارم خدمتتون عرض میکنم، نه فقط اول مهر، هر زمانی که جامعه ایرانی به پا بخیزه و بخواد واقعا دیگه باج نده به جامعه جهانی، این اتفاقها همیشه در کمین هست. توسط رسانه‌هایی مثل بی بی سی و صدای آمریکا هم در اون زمان تقویت هم خواهد شد. یک دفعه میبینید به فرض با یه عده سربر اینا میشن شروع میکنن به فرض مثلا از احساسات مردم استفاده کردن، تو سر حکومت اسلامی میزنن، اما خودشون رو به رهبریت میخوان برسونن برای مردم ایران. این اتفاق در طول تمام این مدت هم افتاده و من فقط دارم پیش زمینه های آینده رو براتون روشن میکنم که شما در کجای تاریخی ایستادید، باید مراقب چه چیزهایی باشید در این بازار آشفته. متاسفانه من فقط برای اینکه به شما توضیح داده باشم، امیدوارم که هموطنانی که در ایران هستن، اگر به زبان فایل از فایل یک روزبه جان آغاز میکنیم، این رو البته چند سال پیشم برای مردم توضیح دادم و بعد ماها بر سرش ایستادگی کردم، فایل‌های بسیار زیاد دیگری از SCO و شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن نشون دادم و گفتم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته، و بعدم یه دفعه دیدم همزمان شد با اون گل پسر که بلند شد رفت روسیه و دست به دامن و دست به جوراب آقای مدودف شد که آقا تو رو به خدا، همون خدایی که تو قبول نداری، ولی دست ما رو بگیر، یک مقداری از اون ساچمهات که من بتونم بزنم تیکه پاره بکنم این بچه ها رو به ما بده. در بعد سیاسی هم هر کسی اومد گفت نه، شما به تو کن، شما علیهش بیست که اگه دست به ایران بزنی با ما یا SCO طرفی. خب بریم به پارت اول در رابطه با SCO نگاه بکنیم و قسمت جالبش هم براتون تعریف میکنم. فایل یک رو فقط اگر میشه. Congressional report identified the rise of China as a major factor in the dramatic shifts in U.S. security relationships in Asia. The Congressional Research Service describes China's Shanghai Cooperation Organization, or SCO, as an emerging anti-U.S. NATO type organization. The report said the SCO appears now to be a vehicle for China and Russia to curb U.S. influence in Central Asia in order to establish a joint sphere of influence there. This includes access to energy resources by China, as well as markets for exports and collaboration against Islamist movements. The SCO was founded in 2001 by six countries: China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. In 2005, the United States applied for membership in the SCO. Its application was roundly rejected. After rejecting the USA, the organization admitted Mongolia, Pakistan, and India. And at Russia's insistence, Iran became an SCO member state in 2006. Together, SCO members control an area equal to a quarter of the earth. 25% از کشورهایی که متحد شدن، 25% از آب و خاک جهانی است. به چه صورت؟ اول چین آغاز میکنه، میدونسته که اقتصادش کجا داره میره، روسیه بهش گفت چشم، و در نهایت 6 کشور با هم شدن: هندوستان، پاکستان و ایران، یعنی حکومت اسلامی هم وارد بازار میشن. بهشون در شهر پیشنهاداتی میشه که اگر با ما همکاری بکنید، با ما بایستید، ما در بزنگاه‌های تاریخی و تاریکی که میتونه برای شما در نظامتون، حالا هر چی که هست، اسلام، امام زمان، سربازان غایب امام زمان، اما ما کمونیستا، ما بی خداها حمایتتون میکنیم که شما سربازان امام زمان بمونید. پیدا کنید پرتغال فروش را.
بر چه پایه حرکت کردن؟ بر این پایه حرکت کردن که خاورمیانه بیشترین ثروت جهانی در این منطقه است و بیشترین مشکلات هم مال این منطقه است. چگونه میتونن بهره برداری های سیاسی بکنن؟ هم امروز وقتی که میبینید چین داره لوله های نفت و گازی رو به سمت خودش میکشه، میبره مستقیم، که ملت ایران اصلا خبر ندارن آقا تا چه میزان و چه مقدار هر روز داره ثروت مجانن میتونم بهتون بگم به چین فرستاده میشه. برای چی؟ برای حمایتی که SCO میتونه در بزنگاهی از حکومت اسلامی بکنه، که اگر ناتو حرکتی رو که میخواد یا انجام داده در لیبی یا در یوگسلاوی برابر میلوسوویچ که میلوسوویچ رو برداشتند یا هر دیکتاتوری در جهان، اگر عضو SCO باشی اون کشورها یعنی چین و روسیه در کنارت خواهن ایستاد، در کنار کشور یا کشور که نمیتونم بگم، در ایران رژیم رو میتونم بگم، در کنار رژیم اسلامی خواهن ایستاد و برابر ناتو یا نیتو عمل خواهند کرد، محافظت میکنن از منافع خودشون. یعنی کشور ایران رو در واقع بالا کشیدند به صورتی که نفت مجانی داره میره، گاز مجانی داره میره، به هندوستان داره میره، پولی هم دریافت نمیکنن. چی میارن؟ اگه پولم نگن جنس میارن. جنس چیه؟ جنس چینی، آشغال. جنس آشغال چینی رو وارد میکنن. چین در اینجا بیشترین استفاده رو داره میبره. در اون قسمت وارد آمریکا شده، بیزینس های آمریکایی رو یک به یک، یکی پس از دیگری زده زمین. کار به جایی رسید که بزرگترین اینشورنس کمپانی های آمریکا سقوط کرده. و اگه شما می‌خواستید یک زمانی از چین جنسی وارد آمریکا بکنی و اینو اینشور می‌کردن، امروز کمپانی دیگه وجود نداره. بسیاری از اجناس دیگه بیمش نمی‌کنن. یعنی فرض بگیرید شما $500,000 یک بیزینس من هستید و جنسی رو میخواین از چاینا یا بهش میگن چین وارد بکنید، این شرکت بیمه دیگه قبول نمیکنه، میگه آقا ما دیگه نیستیم، برو بسپرش دست سربازان گمنام امام زمان چینی، شاید اونا بتونن یه جوری این خدمات رو برای شما انجام بدن، خودشون هم بیمش بکنن. این وضعیتی که برای آمریکاست. خب آمریکا کجا قرار گرفته؟ میخواد وایسه نگاه بکنه، چون آمریکا و اروپا منافعشون در یک جاست. آمریکا، کانادا، اسرائیل، کل اروپا، اکثر قسمت‌های کشورهای اروپایی منافعشون در یک چیزه. ولی خب آمریکا از جایی که ثروتمند هست و هم صنعتی هست میتونه خودش رو نگه داره. میتونه حتی آمریکا یه روز درایش رو ببنده، اصلا به تنهایی زندگی بکنه اگه بخواد. ولی به فکر اون آینده‌ای که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، که تا زمانی که میتونن لوله‌های نفت مجانی رو در کشورهایی مثل ایران، مثل عربستان سعودی، مثل ابوظبی، مثل کویت، مثل قطر قرار بدن، خب چرا از مال خودشون استفاده بکنن؟ بنابراین میبایست در منطقه حضور داشته باشن. حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، در کشور افغانستان و عراق یکی دیگر از عللی بود که شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن بلافاصله تشکیل شد و با هم شروع کردن به کار کردن، که آقا این گونه که آمریکا و ناتو جلو میره میتونه به آینده ما ضربه بزنه. من فقط به دو قسمت اشاره میکنم. در زمانی که آمریکا وارد عراق شد به دو کشور مراجعه میکنم. فرانسه مخالفت کرد. کشور فرانسه با حضور یا هجوم کشور آمریکا با لشکرکشی که کرد برای نابودی صدام حسین دیکتاتور عراق مخالفت کرد. چه اتفاقی افتاد در اون زمان برای فرانسوی ها؟ شرابشون که به قول معروف صادر میکردن به کشوری مثل آمریکا قطع شد. تبلیغات ضد شراب های سفید و قرمز فرانسوی در این آمریکا که هزینه بسیاری هم بابتش پرداخت میشه و فرانسوی یکی از دستاورداشون هست و از این راه درآمد دارن، متوقف شد و ضربه بزرگی زد به تاجرهای فرانسوی در یک سو. از سوی دیگه شما کی می دیدید که در فرانسه، در پاریس، اگر باهاتون صحبت بکنن، در جایی که مد بیداد میکنه یا مفاهیم زندگی اجتماعی، برخوردهای انسانی، یکی از کشورهایی که خیلی
مورد پسند و توجه جهانیان هست. شما باورتون میشد که در پاریس حکومت نظامی اعلام بشه؟ چیزی حدود 3 هفته در هر روز ده ها اتومبیل یکی دفعه رو هوا منفجر میشد و آشوبی به پا شده بود در پاریس که اون سرش ناپیدا. بعد از اینکه مسائل رو مرور کردن، وقتی که نشست هایی انجام شد، موافقت خودش رو علیه صدام حسین اعلام کرد و وارد جنگ هم شد و نیرو هم فرستادن. حکومت نظامی از بین رفت، دیگه هیچ اتومبیلی در فرانسه و در پاریس منفجر نشد. کشور بعدی که مخالفت کرد، و نه اینکه فقط مخالفت کرد، گفت ما نیرو هم نمیفرستیم، اصلا کاری هم نداریم، یکی کشور کانادا بود. اون زمان من دقیقا در کانادا بودم. طولی نپایید که یک میکروبی وارد کانادا شد به اسم سارس. کسایی که در اونجا بودن میتونن حرف من تایید بکنن. این ضربات فراوانی به رستوران ها، به بیزینس های شهری و غیره زد، به صورتی که مردم دیگه میترسیدن با هم دیگه رفت آمد بکنن، در محیط های اجتماعی حرکت بکنن، چرا که میکروب خیلی سریع عمل میکرد و در چند روز انسان رو از پای در می آورد. به صورتی شده بود که شما بیمارستان هم میخواستی رد بشی، از این پوشش های جلوی دهان بهت میدادن که آقا این ویروس از طریق هوا یا از طریق لمس دستت با کسی دیگه وارد بدنت نشه، و اگر وارد بشه شماش به قول معروف میگن شب بخیری. بعد از اینکه صحبت ها و نشست ها انجام شد، خب سارس هم توسط یکی از بزرگترین کنسرت هایی که درون کانادا انجام شد در تورنتو، با حضور موزیسین های آمریکایی و کانادایی که شاید چیزی حدود 500,000 نفر به دیدن این کنسرت رفتن، برای در واقع شکست سارس و پول جمع کردن برای مبارزه با این بیماری، و میبینیم که اونم بعد از مدتی پایان یافت و کانادا هم تایید کرد که میبایست دموکراسی رو به عراق برد. من فقط به این دو کشور براتون اشاره کردم، سری زدم تا شما بفهمید که کشورهای متفاوت به فکر منافع خودشون هستن و هیچ کس نمیاد بگه مسیح دموکراتیک، یهود دموکراتیک، بودای دموکراتیک، حزب دموکراتیک، یا نمیدونم دین دموکراتیک، مذهب دموکراتیک، پیغمبر دموکرات که به قدرت برسونن. همه به فکر منافع شخصی هستن. وقتی منافع شخصی تحت شعاع قرار میگیره، مجبور هستی بری سر خیابون بگی آقا من منافعم داره از بین میره، کسی هست منافع منو تأمین بکنه؟ دیگه کاری نداری، مسلمونه، کلیمیه، بهاییه، مسیحیه. اگه کسی بیاد به شما 50,000 دلار در روز پول بده، شما کاری دارید برای بیزینس دادن بهتون؟ کاری دارید که آقا مسیحیه، کلیمیه، یا اینکه بتونی از اون 50,000 دلار به طور کلی در بیاری به خاطر بیزینسی که بهش میدی؟ به دین و مذهبش کاری داری؟ یا در بیزینس، در به خاطر امرار و معاش، به خاطر پیشرفتت، به خاطر حفظ منافعت کار میکنی؟ اما این رو اومدن در ایران پایه‌گذاری کردن که حکومت، حکومت اسلام هست، به دلیل اینکه بتونن مردم رو خیلی راحت سرکوب بکنن، برای آب پاشی، برای آب بازی، برای خیابون رفتن، برای رقص و شادی، برای تفریح، برای ورزش سالم، برای گردش در پارک ها. کدام پارک آخه در جهان میله داره و درش بسته میشه که در ایران از همون روزهای اول همه پارک ها رو میله کشیدن؟ بگید قفسه، رو چمن راه نرید. یا امثال این دو چیزا. یک سری مسائل هست که فقط اختصاص داره به همون منطقه و یا خاورمیانه. من دارم مسائل رو سرخطی براتون میشکافم که بدونید، باور داشته باشید هموطنانم. به خصوص من باز تأکید میکنم روی هموطنانی که مسلمان هستن درون کشور، هیچ کسی با مذهب شما کاری نداشته و نداره، بلکه خودتون هستید که پروانه دادید که هم مذهبی رو، اعتقادات خودتون رو که داشتید، به کثافت بکشن، همین که پروانه دادید بچهاتون رو بکشن، همین که پروانه دادید یک عده جانی وارد ایران بشن، لوله های نفت گاز ما رو ببرن، که آقا امام زمان میخواد بیاد. اگه امام زمان میخواد بیاد، چرا شما این مسائل رو با روس ها در میون نمیگذارید؟ آخه یک نگاه این نشست هایی که احمدی نژاد داره، بریم به فایل 2 نگاه بکنیم اگر میشه. این مسائل رو کسایی که تو سپاه پاسداران هستن، بسیج هستن، حالا با هر اعتقادی، اعتقاد خودتون برای خودتون محفوظ، اما واقعا شما فکر میکنید این چنینه؟ یعنی
از مرز که خارج میشه آخه احمدی نژاد نباید بره دست روش و آب بکشه با این کسانی که کافر هستند سلام علیک کردن. و بعد آقا یه چیزی که میگین آقا یه چیزی. بریم یک نگاهی هم بکنیم به این خبر که متعلق هست به چیزی نزدیک به 2 سال از این خبر میگذره، ولی برای برگشت به تاریخ بد نیست شما بدونید ما کجا قرار گرفته بودیم، امروز کجاییم. Today's top stories. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad arrived at the Russian city of Yekaterinburg today to attend the 9th annual summit of the Shanghai Cooperation Organization. Iran has an observer status in the SCO, which includes Russia, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. A spokeswoman for Russia's President Dmitry Medvedev told reporters that, quote, the heads of the SCO member states congratulated Ahmadinejad on his re-election. Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said today that, quote, we welcome the fact that the elections have taken place, and we welcome the newly re-elected Iranian president on the Russian soil. Ryabkov added that, quote, it's quite symbolic that the Iranian president arrived in Russia on his first foreign visit since re-election. We see that as a sign that the Russian-Iranian relations will advance further. In Britain, Prime Minister Gordon Brown said today, quote, the elections are a matter for the Iranian people, but if there are serious questions that are now being asked about the conduct of the elections, they have got to be answered. Brown said, quote, there must be no violence in response to peaceful protests, adding that, quote, the relationship they will have and the respect that they will have from the rest of the world will depend on how they respond to what are legitimate grievances that are being expressed and have to be answered. At the same time, Japan's foreign minister, Hirofumi Nakasone, said today in a press conference, quote, we are extremely concerned about the confusion in Iran. We are carefully monitoring the situation. He added, quote, we hear about shootings. We hope that the situation will come to an end as soon as possible. Also today, Australia's Foreign Minister Stephen Smith told that country's parliament, quote, we are of course gravely concerned about both the reports and the images of serious human rights abuses that we've seen on camera and in photos in the last 24 to 36 hours in Tehran. We will call for restraint by the Iranian authorities. He added, quote, this is why we are not placing any hope in what's happening there. In Holland, the Dutch Foreign Minister, Maxime Varangen, summoned Iran's Charles Jaffer to the Netherlands, Majid Karamani, today to protest post-election violence in Tehran. Quote, it cannot be that peaceful demonstrations are broken up violently, Varangen said in a statement, AFP reports. Another part of that statement reads, quote, people in Iran must be able to protest peacefully, and the Netherlands has asked that the arrested demonstrators be immediately freed. Iran's foreign minister on Tuesday summoned a Czech diplomat representing the European Union to protest what it called, quote, interference by the 27-nation bloc following Iran's presidential election. On Monday, the European Union called on Iran to clarify the election results, which showed a landslide victory for President Mahmoud Ahmadinejad. Meanwhile, the Ministry of Culture and Islamic Guidance today banned foreign media journalists from leaving their offices to report on the protests throughout Tehran. No journalist has permission to report or film or take pictures in the city, a ministry official told Reuters. At least 7 people were reported to have been killed since protesters took to the streets on Saturday. These stories and more at television. خب این برمیگرده دقیقاً خبرش به 16 جون 2009. این خبر اختصاصات به اون روز. برای کسانی که هموطنانی که به زبان انگلیسی آشنایی ندارند، فقط این توضیحاتی رو که دادم در رابطه با همین مسائل بود که به این یکی خبرم رسیدیم. من میخوام اینو براتون توضیح بدم. فرق نمیکنه هموطنانم در فردای ایران، حتی اگر احمدی نژاد یا ترور بشه یا خودش بره کنار یا یه اتفاقی بیفته یا هر اتفاقی میتونه در این ممالک بیفته، ممالک نفخیز و یا گازخیز و ثروتمند، میتونید شما شب بخوابید صبح بلند شید یه اتفاق تازه افتاده باشه، اون بالا یا تصمیم میگیرن و اگر مردمی ناآگاه باشن، مردم فقط باید مطیع تصمیمات جهانیان بشن. اصلا فرضم میگیریم در همون 2009 موسوی رو میارن روی کار، چه اتفاقی میفته برای شما؟ شما فکر میکنید SCO دست برمیداشت از ایران؟ خیر. من هفته آینده در رابطه با اولین نشست حکومت اسلامی با ارتجاع سرخ به صورت مشخص و باز که با گورباچوف بود، نشست هاشمی رفسنجانی
برای اولین بار رفتنش به شوروی که در تمام روزنامه‌های اون زمان به چاپ رسید دست دادن میلیاردها دلار قراردادهای نفتی و گازی و صادراتی و وارداتی بستن با خود گورباچوف و اصلا راه رو اینها باز کردن. دقیقاً بعد از چی؟ بعد از دقیقاً مرگ خمینی، مرگ اون ضحاک پیر. وقتی اون میمیره 10 روز بعد اینا وارد شوروی میشن، خامنه‌ای قدرت رو میگیره و اینها کار رو از همون زمان آغاز میکنن. لابیست های چیپی که یا ارزان قیمتی که در شوروی اون زمان بود کارشون رو آغاز میکنن و وارد کشور ما میشن به صورت مشخص. و این داستان کماکان ادامه داره. کشور ما رو میخوان به چند قسمت تقسیم بکنن اگر مردم به پا نخیزن، اگه مردم حضور نداشته باشن، اگه شما مردم به فکر زندگی شخصیتون باشی این بلا سرتون میاد. فرق نمیکنه موسوی، کروبی، هر کسی که حتی مردم، عده‌ای از مردم که خواستن یک حرکتی کرده باشن دیدن آقا هیچ راهی ندارن غیر از اینکه به خیابون‌ها بریزن. خب اومدن بهانه‌ای هم نداشتن، گفتن حالا شعار موسوی بدیم، پشت این شعار موسوی کار خودمون رو بکنیم. اصلا فرضاً میگیریم موسوی به ریاست جمهوری رسید بود، الان شما فکر می‌کنید وضعیت اقتصادی خوبی داشتید؟ خیر، خدمتتون عرض کردم محتوا همون زهره. ظرفش رو عوض کردن براتون و در طول تمام این مدت ظرفش رو عوض میکنن. کماکان زندانیان سیاسی خواهیم داشت، کماکان زندان اوین هر روز تعدادی از هموطنان ما رو تکه و پاره و اعدامی و شکنجه خواهد کرد، رجایی شهر کرد و و و و عشرت آباد و غیره و بزرگترین و کوچکترین زندانهای اسلامی در ایران. این کارشون ادامه خواهند داد، فرق نمیکنه. مگه زمان خود موسوی نبود که این چند ده هزار نفر رو واقعا تیک پاره کردن؟ آمار شاید 4-5-6 هزار نفر باشه، ولی ما باور داشته باشید اینا جنایاتی انجام دادن، ری شهری و غیره، اینا کسانی بودن اومدن جنایت انجام دادن که حتی شما نام افرادی رو که تیک پاره شدن هم نمیدونید. سالها طول میکشه تا جامعه ایرانی متوجه بشه که کلاه گشادی سرش رفته و اینا چه کلاه برداری کردن. جامعه‌ای که امروز باید 1000 میلیارد دلار کم بکم ذخایر ارزی داشت و مردمش، بزرگانش برای خودش کار میکردن، برای دیگران شروع کردن کار کردن. خب حالا من میخوام اینجا رو ارتجای سرخ و سیاه و همکاری التماس احمدی نژاد به SEO که آقا تو رو به خدا پشت ما بیست رو به شما بازم نشون بدم در چند شکل متفاوتش. بعد از رفتن احمدی نژاد به روسیه، آقای اوباما میبینه که داستان به کجا داره کشیده میشه، وارد روسیه میشه و بعد مدودوف وارد آمریکا میشه و با هم به قول معروف اون همبرگر طلایی رو نوش جان میکنن، وارد همبرگر فروشی میشن. اگر میشه روز به جان فایل شماره 3 رو پخش بکنیم و برگردیم، شاید یک تصویری به هموطنانم بده.
اینها مدافعین شش کشور رو بهتون نشون دادم، مدافعین سربازان گمنام امام زمان در حکومت اسلامی هستند. شما بسیجی، شما پاسدار در کنار چنین اشخاصی ایستادی. شعارها فقط مصرف داخلی داره، در بعد سیاست خارجی همخوابگی حکومت اسلامی با این کشورهاست که اصلا خدا رو هم قبول ندارن، دیگه چه برسه به پیغمبر و امام زمان شماها. واقعا شما فکر میکنید اسلام در خطره؟ یا اینکه منافع اسلامی اون درون کشور که این بچه ها جاغا و بچه آخوند ها و خود آخوند ها بخورن و بخوابن، از این ملت بیگاری بکشن و تو مسلمان که حداقل باورهات پاک هست رو ازت سوء استفاده مغزی و ابزاری بکنن که آقا بیا اصلا این افرادم بگی تو خیابونا بکش، اینها دارن مبارزه با اسلام میکنن. ای بی شرفا، عجب داستانی است. من میخوام تجزیه تحلیل رو خودتون انجام بدید، به عبارت دیگر میخوام قسمت دیگه هم براتون بخش بکنم، یکی دو قسمت دیگه. من احمدی رو و نمایندگان حکومت اسلامی رو ولشون نمی کنم. اگر میشه فایل بعدی رو روزبه جان شماره 5 هستش، درسته؟ 4 بله. 1-1 ورود همین احمدی نژاد به روسیه رو نگاه بکنید. در همون زمان هستش که همه دارن تو خیابونا کشته میشن، اعتراضات بالا گرفته، آقا دست به دامن SEO که آقا ارتش رو حاضر بکنه، آمریکا و اروپا و ناتو دارن توطئه میکنن اصلا قراردادهای نفتی و گازی ما از بین خواهد رفت، بیاید تو ببینید. Under fire back home, but broad smiles abroad. It looks like no trouble can get in Mahmoud Ahmadinejad's way to the limelight. Days after his bitterly disputed re-election, the Iranian president headed to Russia. He was tight-lipped on the violence, firing his latest round at Washington instead. America is consumed by economic and political crisis, and there is no hope for an immediate resolution. Allies of the U.S. are not in a position to sort out these problems either. And this shows that the international mechanisms based around imperial ambitions are surrendering their position in the world and moving closer to the end of their domination. Looking for an international seal of approval or putting on a business as usual face. The spotlight was firmly on the Iranian leader as he sat down for talks at the Shanghai Cooperation Organization summit that brings together Russia, China and 4 Central Asian states. Iran has observer status and has been eager to join as a fully fledged member. Well, I think it was just a defiant stunt, frankly. He came, he showed his face, he got what he wanted, which was some sort of international endorsement, pictures of him with President Medvedev sitting around the table with other world leaders. And then he hightailed it back to Iran to deal with the crisis. Mahmoud Ahmadinejad's landslide victory sparked some of Iran's worst rioting in a decade amid claims that the poll was rigged. But he's brushed off the demonstrations as a few twigs and splinters. The splinters, it seems, not big enough to become a thorn in his side. Ahmadinejad is confident. His coming to Russia in times of such troubles back home shows this. But Iran is a country under international sanctions, partially isolated from the rest of the world. Ahmadinejad has to show that he has partners. Ahmadinejad delayed his planned visit by a day, prompting much stir about whether he'd turn up at all. But this time, the outspoken newsmaker shunned talking to the frenzied media. And his brief chat with Dmitry Medvedev was held behind firmly closed doors. The SEO gathered to look for ways out of the global credit crunch, with Russia saying the dollar has failed to live up to expectations. Ahmadinejad echoed Medvedev's idea of using regional currencies and even called for a joint SEO bank to be set up. He left on the very day he arrived, but wherever he goes, he's sure to grab the headlines. And it seems no matter how big the meeting or how brief his appearance, Mahmoud Ahmadinejad can always be relied upon to turn it into a Iran-man show. Svetlana Kurayeva. گفتگوها رو دیدید. این تلویزیونی که پخش میشه از Russian TV هست که اگر شما به این تلویزیون نگاه بکنید دقیقاً مقابل سیاست‌های ناتو و آمریکا داره کار میکنه، به زبان انگلیسی پخش میشه و در سر تا سر ساتلایت‌های جهانم هست.
برای شما این سوال باید پیش بیاد، چگونه افرادی که اسلامیست هستند درون کشور با نام یا زهرا، یا حسین، یا حسن، یا مهدی فرزندان ایران زمین رو شلاق میزنن، شکنجه میکنن، تجاوز میکنن، دار میزنن، یا صاحب زمان میگن، شعارهای سر احیا و غیره میدن، دسته های سینه زنی رو میدازن، اما در بعد سیاست خارجی مخلص و چاکر و کلفت و نوکر روسیه و چین، کره شمالی، کوبا، هوگو چاوز خودمون هستن. چگونه است؟ آخه نباید اون سپاه پاسداران یه مقدار به خودش فکر بکنه؟ دو حالت بیشتر نداره، یعنی که سپاه واقعا خودشون میدونن. اگه میدونید که صداتون واقعا یه روز مرگه، جامعه ایرانی مرگتون رو خواهد خواست، چون دارید خون به جگر این ملت میکنید. هر آنچه که متعلق به مادران و پدران ما بود که برای ما بر ارث گذاشته بودن، شما مجانن به کشورهای خدا نشناس به قول خودتون کافر، در قرآن کتابتون باز کنید، شما مجانن دارید به کافران که خودتون میگید کافر، که ملت خودتون رو دارید میزنید. اینا حتی در میان اینها مسلمان هم هست که اعتقادات مذهبی هم داره، شما اونم کشتید، اونم شکنجه کردید. چرا؟ حساب قدرت. اسلام بر پایه قدرت بوده و هست که هر کسی، نه فقط اسلام، هر مذهبی که ازش بهره برداری ابزاری میشه، این اتفاق برای مردم میفته که حتی مردمان خودش رو تیکه پاره میکنه، اما با بیگانگان که حتی اعتقادات اسلامی هم ندارن، همخوابگی سیاسی و تیکه پاره کردن مردم به دست شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن، خدمات بزرگی برای احمدی نژاد. دیدید قیافش چه مقدار ناراحت بوده، نگران. رای مشایی هم دیدین پشت سرش قیافه ای داشت، تمام احزاب و کابینش رو دیدین، اون نفراتی که رفته بودن اونجا باهاش در این مجلس، که آیا SCO اینها رو میپذیره، دست یاری به اینها میده، یا اینا شکست خوردن برابر مردم ایران، خواسته هاشون و اون بلبشویی که قراره بشه. گفتن آقا خیال جمع باشه. یک تلفن هم به برک حسین و بابا زدن، گفتن آقا تشریف بیار اینجا، مسئله ایران رو با هم حل بکنیم. تو ایران مثلا که مردمش دیگه حالیشون نیست، مثل اینکه باید کتک بخورن تو خیابونها. اینو کی میگه؟ چین و روسیه به همراه مشاوره های اروپایی و آمریکایی گفتن که آقا شماها این قسمت رو تنها بگذارید، برید به قسمت های دیگه خودتون برسید، که امروز شما یه قسمت های از خودشون رو در لیبی دارید میبینید. ناتو وارد کار میشه، ولی کم کم کار داره بالا میگیره. بازم دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر ملت ایران با داشتن هر مذهبی، هر عقیده سیاسی، اما برای حفظ تمامیت ارزش، آب و خاکش، کشورش، تاریخ و تمدنش، فرزندان گل و شیرین و نازنین و زیبای ایرانیش به پا بخیزه، باید در خیابان حضور پیدا بکنه، عاقلانه مراتب امر رو به دست بگیره، نه با شعار یا حسین میر حسین. شعار مذهبی حد و مرز نمیشناسد. یعنی شما مجددا در اختیار روسیه، در اختیار چین، در اختیار کشورهای لبنان و فلسطین، در اختیار کشورهای مذهبی قرار خواهید گرفت. شعاری رو بدید که حد و مرز میشناسد، یعنی ایران. شعاری رو باید داد که برای ایرانی باشه. من برای اینکه بازم این قسمت رو براتون پخش بکنم، ببینید چه کلاهای بزرگی، من چرا سال 2005 این مقدار فریاد میزدم که به خیابونها بیاین، از اون 5000 خبرنگاری که درون کشور هست استفاده کنید، و فردا حکومت اسلامی قرار از شماها رأی بگیره، و میدونستم براتون توضیح دادم که چند صد هزار شناسنامه اینها تقلبی با داشتن 12 تا 14 صفحه متفاوت برای رأی دادن به احمدی نژاد حاضر کردن و از مرز پاکستان وارد ایرانش کردن. اینا رو براتون اون سالها گفتم و بهتون گفتم که دستاورد جامعه ایرانی چیزی به غیر از مرگ نخواهد بود، حکومتتون نظامی خواهد شد و مملکتی که دارای 20 میلیارد دلار درآمد سالانه و 25 بود، به 100 میلیارد دلار خواهد رسید و همه اینها در بانک‌های خارجی هزینه خواهد شد. بهترین مسیر اینه که شما به خیابون‌ها بیاید. یک روز قبل از انتخاباتی که می‌خواستن درون حکومت انجام بدن، گفتم نه بزرگ به حکومت بگید و مرگ بر دیکتاتور، و نخواهید که این حکومت هر آنچه که می‌خواد بر سرتون بیاره. از اون دوربین‌هایی که 5000 دوربینی که در ایران هست استفاده بکنید، و کدام ملت، کدام دولتی، کدام حکومتی فردا می‌خواد از شماها رأی بگیره، امروز می‌تونه بزنه بکشتتون.
اگرم میخواست بزنه بکشه انتخابات فرداش به هم میخورد یا انتصابات به طور کلی. اما لس آنجلس جلوی من ایستاد، عده شاید 500 هزار نفر درون کشور به حرف من گوش کردن، ولی خب پول کافی نداشتم و در اون زمان خب ناپخته ترم بودم، اون رو باید قبول کرد، ولی احساسم هیچ گونه فرقی نکرده. عاشق کشورم هم، عاشق میهنم هم و معتقد بر این مثلم که جامعه ایرانی یک روز اگر به پا بخیزه، درست به پا بخیزه و برای براندازی به خیابون ها بیاد، از همین روز اول مهر میتونید استفاده بکنید. فکرتشو خودتون بکنید، شماها هستید که در خطرید. خدمتتون عرض کردم در خارج از کشور مردم نشستن دارن زندگیشون رو میکنن فقط در سطح چیزی با نام دلسوزی. دلسوزی به چند قسمت، یکی اون که پولی داره در ایران بیاد هر ماه پولشو، هر سال پولشو برداره بره، یکی این که خونه زندگی داره میگه خونه زندگی به موقع از دستم نره. کسی بفت که شماها نیست، رو راست دارم بهتون میگم. این ور بازار مکاره است، در رسانه هاش، در بازارهای دولتی، در رسانه های دولتی کسانی میان شو اجرا میکنن، شما رو میخندونن، زن و بچه مردم رو نشون میدن دارن کتک میخورن، مسخره میکنن بازی های سیاسی رو و سیاست رو به کثافت کشیدن. شما هم متاسفانه بیشترین بیننده اونها هستین، چون چیز دیگه ای در ایران وجود نداره که پخش بشه چنین برنامه درستی. چند مدت اومد وارد ایران شده؟ 2 هفته. خب با نبود آن چیزی که شما باید استفاده بکنید، شما از هر چیزی که به دستتون میاد استفاده میکنید و این میشه که ما به اینجا میرسیم. میشه در قسمت تغذیه هم همین است، وقتی غذای خوب گیرتون نمیاد، سنگ هم به قول معروف میگن بذارید جلوتون میخورید. اینکه آشغال هایی که در صدای آمریکا و در بی بی سی و در رادیو فردا به خوردتون میدن، مجبور میشید باید در نبود بسیار از این واقعیات به اونها گوش بدید. اما من دارم راه رو باز میگذارم برای نسل آینده که کشور رو به دست خودش بگیره و جلوی روس و انگلیس و چین بیسته، کشور رو، کشور ثروتمند ایران که در جهان بی‌نظیره رو به دست خودش بگیره. بریم فایل بعدی رو نگاه بکنیم و ببینیم این آقای پروفسور دانشگاه تا چه میزان و چه مقدار سواد کافی داشته که شماها سال 2005 در یک تقلب بزرگ گفتن به اینشون رأی دادن. مدودوف ازش میپرسه How are you؟ اینا تشریفاته در سیاست های خارجی. خب دست هم دیگر میگیرن یه 30 ثانیه، 45 ثانیه، 1 دقیقه در بعضی اوقات وقتی تعداد خبرنگاران زیاد باشه که همه عکس بگیرن، این عکس ها در سر تا سر جهان به چاپ برسه. خب در این میان که دستشو گرفته همینجور داره تکون میده، هر کسی ها، هر کسی که در سطح دیپلماسی داره این ور اون ور میره، هم از نخست وزیر، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و غیره. خب این عرفه. در همون میان هم با هم صحبت میکنن، مدودوف داره میگه که How are you؟ احمدی‌نژاد اینجور داره نگاش میکنه، اینقدر گیجه و اصلا زبان انگلیسی هم متوجه نمیشه. How are you رو که باور داشته باشید، یک زن و مرد خیلی خیلی متعارف جامعه، ردیف اول جامعه دیگه امروز متوجه میشن که جوابش چی هست. میگه سرشو تکون میده میگه yes yes. این پروفسور دانشگاه در کشور ماست که بعد شهردار میشه و بعد انتخابش میکنن، میگن عجب نخاله‌ایه، این میتونه نوکر بیگانگان باشه، بهترین آدم، احمق‌ترین آدم، ولی به مردم ایران زبل نشونش بدیم. چگونه میاد وقتی روسیه از طریق نه فقط این جلسه، در قبل از اینکه اصلا به قدرت اینا برسن جلساتی میگذارن، اطلاعات درستی که در زمینه مسائل اقتصادی هست در دست این افراد قرار میدن. از کجا؟ از سازمان‌های امنیت کشورهایی مثل روس و چین یا کشورهایی که به فرض با اسیو هستن. خب اینا سازمان امنیت دارن، تحلیلگر دارن در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی که بیشتر اقتصادی، مردم جهان بیشتر در زمینه اقتصادی گوششون تیز میشه. شما بیا 100 بار در رابطه با مسائل سیاسی صحبت بکن، جامعه شاید نگیره، ولی بیا بگو میدونی دلار امروز چند شد، همه گوششون تیز میشه. دلار چی بود؟ دلار چی شد؟ اون آقایی که میگه من در بعد اینترتینمنت هستم گوشش تیز میشه،
اون آقای مسگر و اون آقای بقال و چقال و هر کس دیگه، یا حتی اون سیاست مداره، بازم اونم گوشش تیز میشه، چون حرفی زدی که در رابطه با مسائل اینترنشنال دیگه. پول اینترنشناله، دین و ایمون هم نمیشناسه، خدا و پیغمبر هم حالیش نیست. به هر کسی بگی پول، این زنگ پول تو گوشش صدا میخوره. آقا منظورت چی بود داستان؟ اینو یعنی یه بار دیگه، اینو یه بار دیگه بزن عقب، چی گفت این؟ این برات مهمه، هست یا نیست؟ این گونه هست یا نیست؟ من 15 ساله که پشت میکروفونم دارم با شما در رابطه با بسیاری از این مسائل صحبت میکنم. افراد متخصص اومدن صحبت کردیم در رابطه با مسائل، اما باور داشته باشید دیروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم. اگر ببینید در عرض 15 سال یک واژه اشتباه بگی، همه تو یادشون میمونه. اما 15 سال کار درست بکن. آقا چی گفتی؟ راستی حواسم نبود، داشتم این فیلم سینمای قرمه سبزیمو درست میکردم. چگونه است کسی که حتی به زبان انگلیسی آشنایی نداره، اسمش استاد دانشگاه است، بعد میشه رئیس جمهور، بعد اینگونه ازش تعریف میکنن؟ این مقالات توسط این سازمان ها به کی داده میشه؟ به این رئیس جمهورا. میگن آقا اینا رو بدید به این بابا بخونه. میره اون بالا 4 خط از این مسائلی که در 1 سال آینده، 6 ماه آینده میخواد اتفاق بیفته در سطح جهانی، چه برای اروپا چه برای آمریکا، توضیح بده. اون 4 چیز رو درست میگه. به دلیل چی؟ اینفورمیشن، اطلاعات مال خودش نیست، بهش داده شده و این داره درست میگه، به خاطر اینکه اون کسانی که نخبگانی که متخصصینی که در زمینه مسائل اقتصادی در رأس هستن و در رابطه با اتحادیه اروپا یا در رابطه با سازمانهای اقتصادی در سطح جهان هستن، میدونن چه خبره. 6 ماه آینده رو، روندش رو توضیح میدن. اخبار به دست این بابا داده میشه توسط لابیستا، میاد تو اینا رو میگه، مردم میگن ببین چی گفت، اصلا داره دنیا رو عوض میکنه. منتها قبل از اینکه اینجا رو بهش بدی، اگه ازش بپرسی که احمدی واقعا داستان از چه قراره، اون سدلی در چه حاله، شما چی فکر میکنی راجع به مسائل اقتصادی، من یاد فیلم صمد میندازه وقتی که ازش سوالی میپرسن، میگفت گرانیه دیگه. قبل از اینکه این اطلاعات به دستش برسه. این مسائل رو براتون دارم باز میکنم که کسی که نمیتونه جواب هاو آر یو رو بده، بیاد از موشک زمینی و هوایی و دریایی و اقتصاد آمریکا و یوری گاگارین و اینا صحبت بکنه و در بعد زمین مسائل داخلی بگه آقا من هر روز حاله نور دور سرم، امام زمان با منه، باور نداری؟ اما از استفاده و سوء استفاده گرانی که از باورهای مذهبی مردم ستمکش و ساده استفاده میکنن و جیب مردم رو میزنن. خب اگر میشه روز به جان فایل بعدی رو هم پخش بکن که یک بار دیگه از یک بعد دیگه است برای احمدی که در اون روزها فرار و برقرار ترجیح دید و اومد که این لوله های نفت و گازو که امروز میبینید چین داره به همین راحتی میبره، از همین نشست ساین میشه، امضا میشه. بعد از اینکه اینو امضا میکنند میگن خب حالا در رابطه با مسائل داخلی و کشتن جوانان ایران و تیک پاره کردن و کهریزه کردن اینها به شما یاری میرسونیم در بعد خارجی، که اوباما هم میاد خفه میشه و هیچ چی نمیگه در رابطه با مسائلی که در ایران میگذره. بدونید چرا دارید میخورید، بدونید چرا لوله گاز و نفت به سمت روسیه و چین و تمام کشورهای هم قسم با اینها مثل هندوستان که خدمتتون نشون دادم داره فرستاده میشه. بدونید از کجا دارید میخورید. نه مشکلتون سیاستهایی در رابطه با پادشاهی و جمهوری چی نیست، فروش مملکت به قیمت زیر صفر فقط برای باقی ماندن در قدرت و پسنداز سرمایه ها در خارج از کشور با نام سربازان گمنام امام زمان. نگاه کنید. The arrival of Mahmoud Ahmadinejad turned out to be the key event of the summit and even outshined its agenda. No one expected the president to leave Tehran in such a tense situation. But when meeting with President Dmitry Medvedev,
Mr. Ahmadinejad smiled easily and looked confident and calm. He acted like there were no protests in Tehran, no violence, and no doubts in the official results of the presidential elections. He started his speech with a traditional prayer. O Allah Almighty, thank you for this meeting, and I would like to thank Mr. Medvedev for this warm reception. خب ساعت 9 و 10 دقیقه صبح است به وقت لس آنجلس. همونطور که قول بهتون داده بودم امروز خطا رو باز میگذارم. اگر هموطنانی از ایران دوست دارن صحبت بکنن، تشریف بیارن روی خط، نظریاتشون رو بدن. دلم برای صداهاتون تنگ شده. دوست دارم صداهاتون رو بشنوم و فقط آرزو میکنم که هر چه سریعتر تصمیمات خودتون رو بگیرید و کشور رو به دست خودتون بگیرید. اگر شما به پا بخیزید، تمام قراردادهایی که حکومت اسلامی، ولایت فقیه، سربازان گمنام امام زمان با چین و روسیه بستند برای چپاول و نابودی کشور ایران به هم خواهد خورد. وقتی که ملتی به پا بخیزه و بدونه که چگونه داره تیکه پاره میشه و دیگه براش مطرح نباشه کی مسلمونه، کی مسیحیه، آقا ایرانی هستی بیا جلو، آقا کی طرفدار جمهوریه، کی طرفدار نظام پادشاهیه، آقا به قول این وریا میگن هو کرز، ایرانی هستی، ایرانی هستی، بیا کشورتو پس بگیر، ثروتتو پس بگیر. شما وارثان واقعی ایران زمین هستید، هر آنچه که دارید پس بگیرید، متعلق به شماست. چرا چین، چرا روسیه، چرا انگلیس، چرا فرانسه، چرا آلمان، چرا کانادا، چرا آمریکا؟ اگر قرار معامله و مبادله ای هم باشه پایاپای باشه. وقتی که شما از دولت و یا حکومتی دارید که از موزه قدرت صحبت میکنه، جهان میتونه راه چاره دیگه نداره، مجبور کوتاه بیاد، به خاطر اینکه احتیاج به نفت و گازت داره، میگه آقا دیگه نمیشه از بغلت برد. خب معامله پایاپای میشه، پنجا پنجا میشه. ولی وقتی که دولت و یا حکومتی از نقطه ضعف در مسائل بین المللی و سیاست های خارجی هست، چه اتفاقی براش میفته؟ اتفاق این گونه است که هر آنچه که درون این مملکت هست، متعلق به این مردم هست، رو مجاناً به کشورهای خارجی میده که کشورهای خارجی در بعد سیاست‌های خارجیشون اینها رو حمایت بکنن، حتی در قتل عام داخلی. شما وقتی که اصولاً در از پیدایش، میتونم اینطوری خدمتتون عرض بکنم، از پیدایش یا آغاز روابط بین الملل در جهان، سیاست ها بر این پایه گذاشته شد که اگر کشوری احتیاج به چیزی داره نسبت به کشور دیگری، فرض بگیرید کشور هندوستان احتیاج به نفت داره که اونم نفت رو بتونه به طریق بنزین به وجود بیاره در پالایشگاه، ولی احتیاج به نفت داره تا روزگارش بچرخه، حکومت اسلامی که اختاپوسوار بر این کشور افتاده و مردم خودشون رو داره تیکه پاره میکنه، نفت داره، به هندوستان چی میگه؟ میگه آقا من نفت رو بهت میدم، ولی حمایت و پشتیبانی ازم بکن زمانی که بهت احتیاج دارم. در چی؟ در وتو کردن در سازمان ملل، در حضور تو کنار خودم برای اینکه من رو به عنوان یک حکومت به رسمیت بشناسی. تو دعوت بکن، منم از تو دعوت میکنم، نفت رو 30-40 دلار زیر قیمت جهانی بهت میدم و مجانن، که اصلا قابل مقایسه نیست برات با هیچ دیل کردن یا معامله کردن با هیچ کشور دیگه. وقتی که حکومتی در از موضع ضعف، چرا که درون کشور پایگاه نداره، پایگاهش چیه؟ توسط توپ و تفنگ و تجاوز و کشتار بر سر این مردمه. مردم این حکومت رو نمیخوان، ولی با زور مغلوب شدن، با زور چوب و چماق مغلوب حکومت شدن و نداشتن اتحاد و همبستگی. خب وقتی که کشورهای بیگانه وضعیت نابسامان دولتی و حکومتی رو در ایران میبینن که این حکومت خودش در نقطه ضعف قرار گرفته، چه معاملهی باش میکنن؟ میگن آقا ما جنس رو ازت میگیریم، کاری که میتونیم بکنیم حمایتت بکنیم که بمونی، بانک هامون رو که تو در به در دنبال این هستی که از این طریق پولهای خودت رو در این بانک ها بذاری، رو در اختیارت قرار میدیم. این میشه وضعیت کشور ما.
این میشه روزگاری که برای ما به وجود اومده که به هیچ عنوان ربطی هم به عقاید مذهبی یا اعتقادات مذهبی افراد نداره، اما هم داره. منظورم چیه؟ یعنی شما با هر باور مذهبی که در مملکت داری زندگی میکنی و یا با هر باور سیاسی که داری زندگی میکنی، زندگی تحت شعاع قرار گرفته به خاطر چپاولی که چین و روسیه و بقیه کشورها به مدت 33 ساله دارن از کشور ما میبرن. هر زمانی که داشته ای داشتیم وارد جنگمون کردن، جنگ تموم شد، بدترین روزگار و بدترین قراردادها رو برای بازگشایی بانکهاشون، خرید منازل، خرید زمین در کشورهایی مثل کانادا، مثل کشورهای اروپایی، مثل انگلیس، مثل خود همین آمریکا، پولها به اینجا اومده، مردم هر روز بدبختر از روز پیش شدن. یادم میاد هایده میخون هر روز سال سال این چند سال هر سال میگیم دریغ از پارسال، این شعر رو اون زمان خوندن، 25 سال از این شعر میگذره، ولی میبینیم که شاعرش دقیقا درست گفت، هایده هم قشنگ خوند. واقعا هر سال میگیم دریغ از پارسال، کار به جایی رسیده که هر ماه میگیم دریغ از ماه پیش. کسانی که به ایران میرن میان تعریف میکنن میگه آقا من 5 ماه پیش ایران بودم، 4 ماه پیش بودم، این دفعه که رفتم دیگه اصلا باورم نمیشد. این کشور داره سقوط میکنه، سقوط فرهنگی، سقوط اجتماعی اقتصادی، سقوط ارزش‌ها. ارزش‌ها رو هم بهتون نشون میدم منظورم از ارزش‌ها چیست. هموطنانی که صدای من شنیدم اگر از ایران مایلن تماس بگیرن، من خط رو باز گذاشتم. دوستانی که تماس میگن میگن آقا من میخواستم تو برنامه‌تون صحبت بکنم، بدونید خط من بازه. اگر میخواید صحبتی بکنید میتونید با شماره تلفن پایین تماس بگیرید. من هنوز زنگی دریافت نکردم، همه مثل این که دارن گوش میدن، ولی میخوام فایل شماره 10 رو، روزبه جان فایل شماره 10 رو برای هموطنانم پخش بکن، تا من میدونم شماها دیدید، ولی برای اون کسانی که پخش میکنم که ندیدن بیشتر متوجه بشید. من در رابطه با ارزش ها صحبت میکنم، کی مملکت ما اینچنین بود که یک دختر وسط خیابون چاقو بخوره، همه نگاه بکنه آخر چه مقدار و چه میزان ارزش ها از بین رفته، جان انسان از بین رفته، کالا مهمتر از جان انسان. مشکل چیست؟ در کجاست؟ فرهنگ، فرهنگ جامعه ایرانی رو نابود کردن، ثروت رو که از دست دادیم، مفاهیم مذهبی رو که از مردم گرفتن، دیگه مردم اصلا اعتقاد ندارن. زمانی که حکومت عوض بشه متوجه میشید من چی میگم، این حکومت با زور مذهب رو داره الان غالب میکنه به مردم. زمانی که مملکت آزاد بشه شما متوجه میشید من چی میگم، که مردم چه مقدار و چه میزان فاصله گرفتن از افکار مذهبی. هرچند که خرافه گرایی و غیره درون کشور وجود داره، اما میزانش تغییر پیدا خواهد کرد وقتی که حکومت عوض میشه، چرا که مردم 33 سال روشون فشار گذاشتن. شما 33 سال فشار و این فنر رو فشار آوردید رو سر مردم و وقتی ول بشه متوجه میشید من چی دارم خدمتتون عرض میکنم. جوان امروزی وقتی زندگی کسان دیگر رو، جوانان دیگر رو در کشورهای متفاوت نگاه میکنه، حسرت میخوره که چرا من این رو ندارم، چرا من وضعیتم این چنین نیست، چرا این بلا سر ما میاد. سوال از پدر مادرش میکنه، پدر مادرش به خاطر اینکه زیرابی برن به قول معروف و نگن ما اشتباه کردیم، جواب میدن میگن آقا شاه خیلی بد بود. پسر عکسای مادرش رو نگاه میکنه، مادر بزرگش رو نگاه میکنه، مادره با مینی جوب، عروسی، بزن برقص، شادی،
مهمون دعوت کردیم 500 نفر، بهترین سالن رو گرفتیم، چه عروسی، کیز 40 سال پیش. اه مامان تونستی 500 نفر رو دعوت بکنی تو عروسی؟ چه لباس شیکی هم پوشیده بودی؟ پاسدار نیومد درتون رو بزنه، مهموناتون رو تیکه پاره بکنه؟ نه، خب این چیزها آزاد بود. اه وسایل اجتماعی چگونه بود؟ خوب بود، باباتم کارمند بود و درآمد داشت و خوشبختانه ما 5 تا بچه داشتیم. امروز چیه؟ در سن 40 سالگی نشستی در و دیوار رو نگاه میکنی، هیچی هم نداری، کارم نداری، امیدت هم از دست دادی، نگاهی به آینده هم نداری، سرگرم این برنامه‌های ماهواره شدی یا سرگرم شوهایی که برات درون کشور پخش میکنن که یه خنده‌ای به لبت بیارن که آقا تو این مسائل رو فراموش بکنی، که آقا خنده هم در اسلام هست، اما زیر پاتو کشیدن، آیندت هم فروختن، آینده اگر میخواستی بچه دار بشی آینده بچه‌ت هم فروختن به چین و روسیه. میخوای بشینی نظاره‌گر باشی؟ از دست من برات کاری بر نمیاد، من تمام سعی و تلاشم رو دارم میکنم بهت آگاهی بدم. میخوای به پا بخیزی؟ به پا بخیز در یک حرکت گسترده بزرگ سر یک ساعت، بیاین به خیابون‌ها، چه اتفاقی میفته؟ میخواین اون اتفاقی که قراره بیفته 5 سال آینده، 10 سال آینده که تیکه و پارت بکنن از هر طریق به خاطر فشارهای روحی که تو این جامعه هست، که حتی دیگه نخوای خواهرتو، مادرتو، برادرتو ببینی به خاطر فشار اعصابی که روت هست، و همچنین اونا، یک جامعه تا چه میزان و چه مقدار میتونه همه این مسائل رو تحمل بکنه؟ تا چه میزان و چه مقدار میتونه درون کشور پول در بیاره؟ اگه بخواد نفسی بکشه بیاد بره تو کشورهای عربی، بیاد بره دبی لب آب، لب استخ بخوابه، بگه آخیش راحت شدم، حالا میتونم دراز بکشم اینجا. تا کی، تا چه میزان و چه مقدار میتونه بره ترکیه پولهاشو در ترکیه خرج بکنه، بره اونجا به قول معروف دوتا گیلاس مشروب بخوره بگه وای چقدر اینجا راحته، بذار حداقل یه دنسی نگاه بکنیم. آخه چرا اینا اینجا ترکا اینو دارن ما نداریم؟ تا کی میخواد این داستان ادامه پیدا بکنه؟ مردم ترکیه مذهبی نیستن؟ چرا؟ مردم جای دیگه مذهبی نیستن؟ چرا؟ مردم آمریکا خدمتتون عرض کردم که مذهبی ترین کشورهای جهانه، ولی مذهب به جای خودشه، قوانین اجتماعی، حفظ منافع مردم در جای خودش. اگر مردم آمریکا ببینن که پرزیدنتشون یا رئیس جمهورشون داره قدم‌های نادرست یا نمایندگانشون قدم‌های نادرست برداشت که زندگی اقتصادی در درجه اول مردم اینجا رو خراب کرده، خفتشون میگیرن، دفعه بعد بهشون رأی نمیدن، آقا بیا پایین. چرا؟ به خاطر اینکه در این کشور قانون اساسی حاکمه، نه شخص. و اونم در برنامه بعدی من در 3 قسمت متفاوت خدمتتون عرض میکنم که باز در رابطه با آزادی، دموکراسی، سکولاریسم باهاتون صحبت میکنم، و بعد در رابطه با نقش دولت و حکومت، حاکمیت که به 3 بخش تقسیم میشه، و قانون اساسی که باید نوشته بشه، چگونه قانون اساسی باید نوشته بشه، و این چیزی که براتون نوشتن چیه، چگونه شد اینها رو براتون نوشتن؟ پدران شما توجه نکردن، مادران شما خودشونو به بهشتی که فرضی بود فروختن، زندگی شما رو هم فروختن. اونا که زندگیشونو کردن، دستاوردشون هم این حکومت اسلامی بوده، روشون هم نمیشه به شما واقعیت رو بگن، به خاطر اینکه امکان داره سرشون داد بزنی و بعد نتونن جواب بهت بدن، مجبورن تفره برن، مجبورن دروغ بگن، مجبورن بکنن واقعیت رو زیر فرش که بچه‌م نفهمه که من اشتباه کردم، میتونستم آینده میتونستیم آینده بچه‌هامون رو بخریم، اما رفتیم زیر لوای اسلام که هم این دنیا رو داشته باشیم هم اون دنیا رو، جفتشو از دست دادید، هر دوشو باختید، همین دنیاتون رو. هم اگه قرار بود میرفتید یه روزی اون دنیا به اعتقادات خودتون، اون دنیا هم میدونین چرا از دست دادید؟ کدام ملتی، کدام جامعه‌ای میتونه جنایت رو ببینه، خیانت رو ببینه، دست زنش رو بگیر بگیر خانم بی بریم، این و به ما ربطی نداره، بهش نمیخوای بری؟ وقتی ضعیفی رو میبینه که تیکه پاره داره میشه وسط خیابون، بچه های آدم فروش و گل فروش و روزنامه فروش و دست فروش 7 ساله و 5 ساله و 6 ساله رو میبینی قرون صدقت میرن، میان میگن دایی، عمو، خاله، تو رو به خدا اینا تو متروی واسه داد اینا اما بخر، بهشت هم میخوای بری؟
در نگاه خودت، روزه هم میگیری، فکر میکنی قبوله، فکر میکنی با این کارهایی که انجام میدی خودت رو بیمه کردی که آقا اگر این ملت نمیفهمه حداقل منی که دارم روزه میگیرم اعتقاد دارم و من یکی به بهش بفرست. تو رو به جون اون مادرت. جانم بفهمید. اما آن است. سلام عرض میکنم بانو شمیرانی. درود بیکران بانو، حال شما چطوره؟ حالتون چطوره؟ خیلی خوشحال شدم که وارد زیارت کردم. خیلی به شمیرانی مدت ها بود نگرانتون بودم اصلا. بانو کجا هستون؟ کدوم تلویزیون؟ حالا پیداتون کردم. صحبت های قشنگی میکنید واقعا دلچسب. انشالله که همیشه زنده باشین. من مرتب شما رو زیارت میکنم به همین تلویزیون. خواهش میکنم بانو. من در پیگیر تلویزیون با شما صحبت کرده بودم اگه خاطرتون باشه. 6 سال پیش بود فکر میکنم. 6 سال پیش بود عزیزم، موهام هم سفید شده در واقع، موهام شبیه دندونام، رنگ دندونام شده، دندونام هم کم کم دیگه داره میریزه ولی ایران آزاد نشده. تمام سعی کوششمو کردم. نه اصلا شما همون چشمه که بودید هستید، با همون چشمانی شده، با همون قیافه قشنگتون. زنده باشید. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، نگرانتون بودم. بانو هنوز نفسی میآید و میرود ولی خب متاسفانه من بودم، حضور داشتم ولی تلویزیون های دیگر از اونجایی که خیلی منو دوست داشتن دعوتم نکردن به تلویزیون. من متاسفم واقعا، متاسفم که شما رو نشناخته بودن، متاسفم. خواهش میکنم بانو. من واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحالم، امیدوارم که تداوم پیدا بکنه در همون تلویزیون صحبت های شما و ما استفاده کنیم و انشالله روزی برسه به آزادی برسیم و شما در ایران زیارت بکنم. بانو آرزو میکنم که به ایران برگردم، اولین جایی که میرم سر خاک پدرم هست که باید برم وظیفه‌ام هست. خدا بیا مدتشون، حتما شما رو خواهیم دید. مواظب به خودتون باشید جناب شمیرانی. زنده باشید. خدا دیگه بی سبزی هم نداریم، موهاتون سفید بشه. معنی جان هست ایران. قربون شکلتون برم بانو جان، خیلی سپاسگزارتونم. مهر دارید. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. قربون شما. بدرود. ان شاء الله صحبت می‌کنم خدمتتون. خواهش می‌کنم. قربون شما. خدا حافظ. بدرود. امیدوارم مراقب خودتون باشید و به دوستان بگید که به پا بخیزید، باهاشون صحبت بکنید. حتما. زنده باشید. مطمئن باشید. زنده باشید. جانم بفرمایید. درود بر شما بانو. من از یک از دوستانم از ایران اومده بود و عجیبه برای من که میگفت مردم ایران اصلا ندارن، ولی این خیالشون هم نیست واقعا. زنا که همش فکر پوت دوماتیک بکنم حتما چیز باشه، مارکای معروف باشه به قول معروف، و بعدم که اصلا هیچ خبری نیست. آقای شمرانی من نمیدونم این ملت خوابن، من نمیدونم ایران چی شده، چه به کجا رسیدن این مردم ایران. بله بانو بسیار سپاسگزارتونم. میبخشید در صورت زنگ زدم هم چرا؟ صدای خواهش میکنم بتونو بشنوم. و در ضمنم بگم من نمیدونم واقعا شما فکر میکنید این برنامه ها ایرانی ها رو بلند میکنه یا نه. من فکر من از طرف خودم میگم بانو، من دخل تصرفی روی برنامه های دیگه ندارم، افراد دیگه ندارم، ولی این رو مطمئن هستم چون یک بار تجربه کردم. اگر جامعه ایرانی به حرفام گوش بده، چه پیرش چه جوونش، چه زنش چه مردش چه دخترش چه پسرش، باور داشته باشید که اینها به پا خواهند خواست. ولی احتیاج هست، چون من در رابطه با نوع مذهب صحبت نمی کنم، من در رابطه با سازمان خاصی صحبت نمی کنم، من در رابطه با گروه حزبی و سیاست نمیدونم خاصی صحبت، ایدئولوژی صحبت نمی کنم، تبلیغ هیچ کنم. من فقط در رابطه با حفظ تمامیت ارضیم صحبت می کنم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر صحبت می کنم، برابری بین زن و مرد صحبت می کنم و حاکمیت ملت. مردم به سرنوشت خودشون باید دست داشته باشن. درون این مردم هم مسلمون هست، هم کلیمی هست، هم مسیحی هست، هم بهایی هست، هم بودایی هست و همه تیرهای متفاوت که گویش متفاوتی دارن، اما یک قومی هستیم، قوم آریا و ایرانی، که این باید حفظ بشه. اگه اینا رو گرفتیم با ثروتی که زیر پامون هست، نفت و گاز، به همه چی خواهیم رسید. اما اگر این چهارچوب رو متوجه نشدیم، باور داشته باشید که
به قول همون اسلامیست ها میگن کارمون با کرم الکاتبینه. جناب شمرانی، من حرفای شما رو قبول دارم، ولی باور کنید همین دوست من میگفت الان از ایران 3 نفر با 6,000 دلار رفتن ترکیه، آنتالیای ترکیه. ببینید ما چقدر بدبختیم. ترکیه ذلیل که من اون اوائل انقلابم 1 سال اونجا بودم، حالا به کجا رسیده؟ ما چقدر بدبخت بیچاره. بله بانو، بسیار سپاسگزارم از اینکه من بخوام راجع به بدبختی ها مصاحبت، بسیار ازتون سپاسگزارم تشریف آوردید. من میتونم تا صبح براتون توضیح بدم که ما چقدر بدبختیم، بدبختمون کردن، اما ملت خوشبختی هستیم اگه بخوایم. ثروتمندترین کشور جهانی اگه بخوایم. فقط از این ثروت استفاده کنیم. روزانه میلیون ها دلار داریم اینجوری مجانی میدیم به دنیا که حکومت اسلامی بر پایه سربازان گمنام امام زمان بمونه و این مردم رو سرکوب کنه، حتی مردمی که خودشون ادعای مسلمونی هم دارن. یکی باید جوابگو باشه. جانم بفرمایید. آقای شمرانی. هم بفرمایید بانو. درود بر شما آقای شمرانی. درود بر شما. سپاس از زحمات شما. ما از شما خیلی سپاسگزاریم. تمام تاریخ رو به ما یاد میدین و همچنین خواستم ازتون خواهش بکنم که شما که مردم رو به پاخیستن دعوت میکنین، در ضمن روز اول مهر هم گوشت بفرمایید. ما از شما یک ذره کم لطفی هم انتظار نداریم. خواهش میکنم. همیشه و به اون خانومی هم که میگن در ایران خبری، تو خانوم خوابه، خبر نداره که در ایران خبری. در وقتی خوش واد کرد بیدار شد، اون وقت میفهمه در ایران چه خبره. قربونتون برم. با تشکر از زنده باشی بانو. خواهش میکنم روز اول مهر رو گوشت بفرمایید ساعت 7 شب. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. براتون توضیح میدم که وظیفه من چیست. من در رابطه با نشستیم با تیمسار خدمتتون عرض کردم، صحبت کردم، برنامه‌اش ریختم در یک برنامه متول با شما صحبت خواهم کرد. هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. من رو اگر بخوایم یک دستگاه کامپیوتر رو حساب بکنید، من سافت‌ورش هستم، برنامه ریزیش هستم که دارم مردم رو آماده میکنم که آقا شما اگر به پا نخیزید چند آینده‌ای در انتظارتون هست. گذشته رو که داغونتون کردن، میخواید آیندهتون رو بسازید و حرفام گوش بدید. ابزارش رو چگونه میخواید استفاده کنید، سازمانی مثل گروه عقاب هست که داره این مسئله رو به سمت جلو پیش میبره. مردم باید به حرفاش گوش بدن، ببینن کجای حرفاش درسته، کجا امکان داره ضعف داشته باشه، مسائلشون رو حل بکنن. در نهایت کشور متعلق به مردمه. اینم خدمتتون عرض بکنم، تمام این کارها داره انجام میشه، مردم به پا بخیزن، نه برای اینکه دولتی رو سر کار بیارن، برای اینکه آقا ملت ایران حکومت مردمی برپا بکنن، متعلق به هیچ سازمان خاصی هم نخواهند بود، یک رفراندوم برای انتخاب نوع نظام در آینده که بر پایه حقوق بشر قانون اساسیش نوشته بشه. کل داستان اینه. کسی نه حکم مالکیت در هیچ نوع جنبشی، در هیچ نوع اقدامی نداشته و نمیتونه داشته باشه. کشور متعلق به ایرانیان هست و باید به دست ایرانیان بیفته. جانم بفهمید. الو. هم بفهمید قربان. درود بر شما قربان. درود بیکران. بهزاد هستم از میهن پدری خدمتتون میزنم. درود بیکران بهزاد خان. خواهش میکنم. جناب با همه مسائلی که ما میبینیم، با همه آشفتگی که میبینیم، خیلی مسائل ما درست نزدیک به 105 سال قبل انقلاب مشروطیت ما. شما اگه دقت بکنید شعارهای ما که اون موقع عارف قدیمی و عشقی یا روشنفکرهایی میگه مثل آخوندزاده و کرمانی، اینها آدمهایی بودن که رو به قبله ایران داشتن. بله. ایزاده و اینها و تخت جمشید قبلشون بود. بله. شوربختان اون موقع به خاطر فقر دانش که بود و در واقع 99% مردم بی سواد بودن، این دانش در میان الیت جامعه بود و این وطن پرستی بود، ولی شوربختانه جامعه نتونست کشش خود از مشروطیت نشون بده. بله. شوربختان در تا 30 سال گذشتم روشنفکرهایی که اومدن سر کار در اون زمان بودن، قبلشون یا مسکو بود یا مکه بود، کسایی نبودن که قبلشون تر تخت جمشید باشه. ولی امروزه ببینیم که روشنفکرهایی که الان هستن و نسلهایی که زیر 50 سال دارن، ببینیم که اینها وطن پرستی رو نشون میدن، بسیار شبیه دوره مشروطیته. با این تفاوت مردم ما بسیار بسیار
بله. من فکر کنم با همه مسائل، با همه زخم‌هایی که ما برداشتیم، با همه تجارب بدی که پیدا کردیم، اما در خاورمیانه در این منطقه فکر نمی کنم ملتی مثل ما بوده باشه اینقدر توانسته باشه از ایدئولوژی گذر کرده باشه، چه مذهبی چه سیاسی گذر کرده باشه و متجددی باشه و خواهان مسائل روز زندگی مسکن زندگی و خونه و کار و اینها باشه، نه به عنوان مرسی زندگی اون چیزی که روزمره وجود داره، ازدواج کردن، خانه داشتن، اینها اینها به این بسیار بزرگه، بسیار بزرگه چیزایتون باشه در 11 سال مردم ما نشون دادن که وقتی که در همه جای خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر همه شادی میکردن، مردم ها شنگ گرفتن، این نشون میده که مردم ها با تفاوت بسیار زیادی با همه اندوهی بر سر شما هست، همه وقتی شما بسیار من امیدوارم که این تفاوت رو، این دانش رو که تفاوت رو به وجود آورده، خب آخه دانش اینه میمونه که شما برید دو تا پی اچ دی بگیرید بذارید گوشه اتاقتون برید سبزی فروشی بکنید. مردمی که دانش دارن، مردمی که به دست آوردن، خب از این دانش باید استفاده بکنن یا نه؟ بله کاملا. ولی خب ببینید که ما الان درگیر چه اون کارانی هستیم، این خیلی مسئله مهمه. بله. ببینید که ما واقعا مثلا پدرهای ما که ما رو راحت فروختن خیلی راحت تون صبحشون شد عوض بشن، مثلا عوض بشن، ولی ما بشون بخواهیم حتی از آقایون باده موانع و مشهد، ولی مطمئنم، من مطمئنم، شما هم بکنم مطمئن، هر ایرانی مطمئنه که از این ما گذر خواهیم کرد که گذر کرده ایم و روزوی ما بسیار بسیار روشنده. من اینطور نمایش میانیم. خیلی سپاسگزارتونم عزیزم، درون کشور بسیار سپاسگزارتونم. مهر فرمودید. جانم بفرمایید. درود بر شما آقای شمرانی. درود بیکران بانو. واقعا درود بر شما، آفرین آفرین بر شما که اینطور موشکافی میکنید و این روسی آشده هایی که رویشون سیاه‌تر از هر چیزی هست، از خودشون سیاه‌تر، موشکافی میکنید و آبروشون رو میبرید و مشخص میکنید که اینها چه از چه قماشی هستن و کی هستن. بانو جان من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، من آبروی حکومت اسلامی رو نمیبرم، من آبروی جهانیان رو دارم میبرم که اینها رو قبول کردن، برای جهانیان وقتتون رو نگیرم، من طوری صحبت میکنم که وقتتون کم بشه و بتونن دیگرون بله ایران شرکت بکنن و ایران رو روسیاتر بکنن. اینها همشون روسیاتر هستن، مشخص شده، خوبه که خجالت بکشن، کمتر اینقدر ادعا بکنن، تو تلویزیونی ها بیان صحبت بکنن. بسیار سپاسگزارتونم، روز خوبی براتون آرزو میکنم. بانو آسیه موفق باشید که هستید، حتما هستید، 100% هستید. زنده باشید. درود بر شما و درود بر آقای وطن‌خواه و درود بر همه کارکنان تلویزیون آریامه. آفرین آفرین بر شما که وقتی شما میان من چقدر خوشحال میشم و امثال شما. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارتونم از حمایتی که میرسونیدم، بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که جامعه ایرانی هم مثل شما در خارج از کشور بتونه حمایت برسونه تا ما پابرجا باشیم، حتی بتونیم روی هاتبرد هم بریم. جانم بفرماییم. الو ببنده اینا شمیرانی هم بفرمایی. قربان درود بر شما، من شیرزاد هستم از سوئد. شمیرانی عزیز درود بر شما، تو فیسبوک هم با هم دیگه صحبت کردیم، ممنون میشم اگه یک نکاتی رو شما به نظر من تاکید کنین به مردم، یک وسیله یا او که من خودم بعضی از روزها حداقل هفته 4 بار 5 بار به وسیله یا او من چیز برنامه شما رو برای بچه ها میفرستنیم، چون تو فیسبوک ایران الان خیلی ضعیفه، هر کسی نداره، برای یاهو اکثرا دارن. و ممنون شما آقای شمیرانی که شما لطف کنیم بفهمیم که اگر مثلا تو همین تظاهرات 88 شدهش ما اکثرا مامورا رو میگرفتیم، پلیس رو میگرفتیم، اونایی که واقعا میکشتن میدادن، ولی نمیدونستیم با چی کارشون کنیم، مجبور بودیم لباساشون رو میکردیم ولشون میکردیم. آیا دستگیری مامورا رو به چه طریقی باید پیش بره؟ و ممنون میشم و اگه با یه صحبت هایم با آقای همایون بشاشین، شهر همایون در چیز ما هستیم، بله ایشون نکات خوبی توضیح ده. ممنون میشم اگه
برای تو توضیح با هم دیگه صحبت داشته باشین. من یک توضیح مفصل‌تر در رابطه با این در یک برنامه میدم که اصلا اتحاد و همبستگی به چه معنی هست و چه کار باید بکنیم. قاطی کردن همه چیز یعنی یک میوه گندیده، البته منظورم آقای همایون نیست، اصولا دارم میگم قاطی کردن، در هم کردن یک داستان به معنی رسیدن و یا خوشمزه بودنش نیست، بلکه امکان داره زهرم قاطیش باشه. مردم به جایی رسیدن که باید سر از ناصر تشخیص بدن و کشور رو به دست بگیرن، و این گونه نیست که حتی اگه 50 نفرم دور هم در خارج از کشور جمع بشن اعتماد مردم به دست اومده. خیر، من دارم حتی یک نفر میتونه جامعه رو روشن بکنه، جامعه خودش بلند شده با دست خودش کشور رو پس بگیره، چون اونا اصلا دارن تاوان میدن. در بعضی اوقات اصلا جامعه ایرانی دیگه نگاهشو بریده از لس آنجلس و یا مفسرین که اینجا هستن، چون تا امروز این مردمو کردن تو خونه. آقا برو بشین تو خونه، کشته میشی نیا بیرون، برو بشین باقالی پلو بخور نیا بیرون، برو بشین فقط تفسیر گوش بده و امثالم. در رابطه با این شاید فردا بیشتر صحبت کردم. از شما بسیار سپاسگزارم، به شما بدرود میگم. جانم بفرمایید. درود بر شما، بابنده هستیم. هم بفرمایید قربان. روز شما بخیر قربان. من با آرزوی موفقیت شما یک سوال دارم و بعد قطع میکنم اگه زفنی سوالی نداشتید، از تلویزیون گوش میدم. خواهش میکنم. من میخواستم ببینم که آیا مثل این لیبی که یک افرادی رو انتخاب کردن دور هم جمع شدن که بعد از سقوط رژیم نذارن مملکت از هم بپاچه، آیا شما به فکر این و تشکیل یک همچین گروه حتی هستید یا خیر؟ براتون توضیح میدم. من همیشه بودم، ولی من یک سیاستی رو برای شما توضیح میدم که شما بیشتر متوجه بشید که اصلا این درون اون حرکت ها انجام خواهد شد. خیلی سپاس. اگه سوالتون این هست، اگه سوالی ندارید من قصد کنم نه تلویزیون گوش بدید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بدرود بهتون میگم. شما یک لحظه هموطن روی خط بمونید تا من این توضیح بدم. ببینید، نزدیک به 60% از انرژی جهان، براتون توضیح دادم، از این منطقه میاد بیرون. پذیرفتنی نیست برای هیچ کشور اروپایی و یا آمریکایی و یا اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی با هم دارن، چون یک زنجیریه در جهان. هر کشوری این وسط پاره بشه، تاثیرگذار روی استاک مارکت، روی قیمت دلار بالا پایین رفتنش و بسیاری از مسائل سیاسی اقتصادی میشه و همچنین در اجتماع هم تاثیر میگذاره. پذیرفتنی نیست برای یک کشورهای جهانی که کشور ایران نظامش عوض شد، بدون اینکه زیر نظر نظارت جامعه جهانی باشه، یا کسی همینجوری بیاد اون وسط بگه آقا آی نفس کش. خیر، مطمئن باشید که در دل تمام این جنبش ها، در دل تمام این فعالیت ها، افرادی به پا خواهند خواست. اتفاقا همین چند دقیقه پیش دوستی اومد پرسید که در رابطه با آقای همایون یا همبستگی یا این چنین، من اونجا براتون باز خواهم کرد که وقتی میگم همبستگی با همه افراد نمیشه به چه دلیله. به خاطر اینکه به ضرر مردم در بعضی اوقات تموم خواهد شد. افرادی مشخص در جامعه که کارنامه‌شون مشخصه، وطن پرستیشون مشخصه، حفظ تمامیت عزیز و مذهبی نیستن، مذهبیون رو تا الان تقویت نکردن، به دنبال موسوی و کروبی و شیخ و آخوند اینا نبودن، ایران براشون واجبتر از مذهب، واجبتر از ایدئولوژی هست. اون زمان از وقتی که مردم به دنبال نمایندگانشون ایستادن و اونا رو بلند کردن، نظام‌های جهانی به دنبال این افراد خواهند اومد و اونها رو تقویت خواهند کرد، چرا که حضور دارن در جامعهشون، و بعد حرف رو از دهن اون نمایندگان مردم خواهند شنید و بلافاصله اون اتفاقی خواهد افتاد در کمترین زمان که جامعه جهانی اون سیرکولیشنش به قول معروف برگرده سر جاش، که نفت و گاز به صورت مشخص به تمام کشورها با میزان مساعد که به کسی هم فشار نیاد فروخته بشه. اما توطئه هایی هم همیشه در راه بوده که در رابطه با اونم بیشتر صحبت میکنم در اگر بشه فردا آدینه. جانم بفهمید. الو. الو. هم بفهمه قربان. خیلی عذر میخوام ازت. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. من میاد. بله عزیزم بفرمایید. میخواستم در مورد قلاصی که تشکر تمام محبت ها و زحمت هایی که کشید، میخواستم در مورد موضوع دو گروهی صحبت کنم که بسیار مشتاق ملحق شدن به مردم هستن و متاسفانه میترسن و یا نمیتونن و یا نمیدونن چگونه به مردم ملحق بشن. کیا هستن این دو گروه؟ دارم چه گروهی رو میفرمایید؟ الان میگم. و احتیاج به کمک و راهنمایی شدید مردم دارن. وارد گروه تعدادی از پاسداران پشیمان شده هستن و بسیجه های پشیمان که واقعا بسیار دوراهی ماندن و احتیاج به کمک
و راهنمایی مردم دارم و میخواستم در این مورد توضیح بدم. خواهش میکنم، من براتون توضیح میدم عزیزم، خیلی سپاسگزارم، مسئله مهمی رو اشاره کردید. همه که از دور روی همه شما برنامه هایی که تصفیتایی داری و واقعا از تای دل داریم خدمت مردم میکنه میگوستم. بسیار سپاسگزارتونم. ببینید عزیزان، یک زمانی وقتی که من به عنوان سرباز در ارتش رفتم به جنگ و وارد جنگ شدم، در اون زمان هم در سنگری که بعد از 3 ماه آموزشی که به منطقه رفتیم، در سنگری که ما بودیم به فرض مثلا یه 1000 متر ورتر بسیج بود، سپاه بود، اصلا مسئله این نبود، مسئله حفظ تمامیت ارضی بود، مسئله نگاهبانی از خواهر و مادرم بود که درون شهر تهران یا استانهای دیگه یا شهرهای دیگه این خواهران و مادران بتونن زندگیشون ادامه بدن. یک عده همیشه باید نگاهبانی بدن تا یک عده بتونن زندگی بکنن، این قاعدهش هست. ولی اون کسی که اسلحه به دستشه، چه به عنوان بسیج چه به عنوان پاسدار، این رو باید در نظر بگیره. آیا شما اعتقاد دارید، من فقط بر باورهای اسلامی حتی خودتون دارم به خودتون میگم چون باید از راه خودتون وارد شد، وقتی که میگیم سکولاریسم، وقتی که میگیم قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، به معنی اینه. شما این چیزو داشته باش که فکر میکنی اون 50-60 میلیون نفری که مخالف این نظام هستن مسلمان نیستن، بعدشون میاد نمیتونن، آدمهای کافری هستن. من دارم میگم به شما، دارم نشون میدم که دست این حکومت از صبح تا شب با خود کافر از توسط کافرا به مسلمان حمله کردن. در بعد مذهبیش هم دارم براتون توضیح میدم دیگه، حالا بعد مسائلی که حالا اسلام چی هست و دارم از در خود اون بسیج و پاسدار وارد میشم که بدونید رو به مردم خودتون، اون کسی که دختری که مادر داره، پدر داره، پدرش هم یک عمری هم نماز شب هم خونده، مادرش هم عمری به قول خودتون چله زردم درست کرده، فاتحه هم خونده، چرا دختر اونو میکشی؟ چرا زجر میدی؟ چرا تیکه پارش میکنی؟ از دیدگاه خودت دارم برای خودت توضیح میدم. بمان دیگه، حالا بماند اون چیزی که حالا حتی خیلی اصلا اسلام رو قبول ندارن، خیلی هم مخالف رژیم و اسلام، هر دوش اصلا، اونها دیگه بمانند. ولی جوابی دارید برای اون کسانی که پدر مادرش عمر نماز شب خونده، زندگی تشکیل داده، بچه رو با هزار بدبختی بزرگ کرده، میاد تو خیابون؟ این حکومت رو نمیخواد آقا، نمیخواد، این زور رو نمیپذیره. میخوای بزنیش برای چی؟ به مردم اگر به پیوندی در اون روز مشخص، اول مهر بیان بیرون، اگر مردم اومدن بیرون تو اسلحه دستت هست و رفتی قاطی مردم، مردم حساب شما رو از اون کسانی که دارن تیک پارشون میکنن جدا خواهند کرد، چون این مردم بالاخره بچه محل دارید، افراد دارید، اشخاص دارید درون کشور. یک 30 ثانیه آخر من فقط وبسایت خودم معرفی میکنم و ایمیلمو به هموطنان میدم و بعد داستان رو میسپاریم به فردا و در هر جلسه من خطا رو باز خواهم گذاشت، بوده 40-45 دقیقه، بعضی اوقات 1 ساعت، اگر لازم بود کل 2 ساعت رو که در این زمینه‌ها با شما صحبت بکنم. فقط خدمتتون عرض بکنم، از همه بسیار سپاسگزارم. از هموطنان برون مرز درخواست میکنم برای ماندگاری این صدا و تصویر که من حضور داشته باشم و یاران دیگه‌ای حضور داشته باشن، هر کدوم با عقیده خودشون، با دیدگاه خودشون، همونطور که اثر انگشتمون متفاوته، روش هامون هم میتونه متفاوت باشه، اما یک ایران آزاد میخوایم، یک ایران دموکرات میخوایم، یک ایران آباد میخوایم و بر پایه حقوق بشر. فقط اگر میشه وبسایتمو روی صفحه بگذارید، هموطنان درون کشور ایرانبزرگ.com رو تشریف ببرن، برن در قسمت آرکایو. اگر برنامه های گذشته، صحبت های گذشته رو ندید، گوش نکردید، چون سرعت اینترنت اونجا پایینه، روی آرکایو یا آرشیو در ایران که اونجا نوشته شده، برید روی آدیو کلیک بفرمایید. در قسمت آدیو تمام برنامه‌های 100 و نزدیک به 180 برنامه رو اینجا خواهید شنید که پر از آگاهی، پر از اطلاعات هست برای شما، چه اون کسی که پاسداره، چه بسیجیه، چه حتی حزب اللهیه. اگر ایرانت رو دوست داری، اول ایران هست و بعد آنچه که میگویی، پشت مردم بایست، با مردم باش که در نهایت هر کسی، چه کسی مسلمونه، چه کسی مسیحیه، چه کسی کلیمیه، چه کسی بوداییه، چه کسی بهاییه، میتونه زندگیشو داشته باشه. در قسمت کانتکت هم ایمیل هم هست، شماره تلفن هم هست، میتونید با منم تماس پیدا بکنید. روی وبسایت همه اینها قرار داده شده. از همه شما بسیار سپاسگزارم. از اتاق فرمان روزبه عزیز بسیار سپاسگزارم. از یار نبرید این چیزهایی رو که خدمتتون عرض کردم. به ایران فکر بکنید و ایران رو روی سرتون بگذارید که سرور جهان، منتهی سعی کردن از مرزها عبور کنن با ایدئولوژی.
اسلام حد و مرز نمیشناسه، راست هم میگن، اما ما ایرانیان حد و مرز میشناسیم، چه اون کسی که مسلمونه چه اون کسی مسلمون نیست، ایران رو باید حفظ کرد. از مدیریت بسیار سپاسگزارم، ازتون درخواست میکنم کمک‌های مالی رو برسونید تا ما در وسعت گسترده‌تری حتی پخش بشیم، گذشته از اینکه فقط روی یوتل سات بمونیم. سپاسگزاری میکنم، بدرود بهتون میگم، تا فردای بهتر. شادزی.